به نام خداوند جان و خرد. سه‌شنبه دوم مهر 1398، 24 سپتامبر 2019، 24 محرم 1441 هجری قمری، با شماره ششم مجله تصویری و سینمایی کافه آپارات با شما هستیم با یک برنامه خاص و جذاب. مهمان عزیزی داریم که بازیگر خوب سینماست و الان در یک از فیلم‌های روی پرده جنون زیبایی رو به نمایش گذاشته. بازیگری که ما تا حالا نقش‌های ماندگاری از او در سینما دیدیم. با این مهمان عزیز مصاحبه می‌کنیم. طناز طباطبایی. خیلی خوش آمدید خانم طناز. مرسی. منم سلام می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که اینجا و تو این برنامه هستم. پیش از اینم قرار بود با هم دیگه گفتگویی بکنیم که نشد. هم سعادتی من بوده. حالت خوبه؟ خوب، خدا رو شکر. خب یه فیلم داری رو پرده که ما اسمش نگفتیم. اسمش خودت بگو. روسی. روسی. آره. روسی رو پرده است و تا اینجا هم نسبتاً به نسبت فیلمی که هست خیلی خوب فروخته. یعنی میشه گفت که فیلم فروش نسبتاً معقولی داشته. از الان سر جنگ اومدم وانه به نسبت فیلمی که هست. نه. یعنی به نسبت فیلمی که قرار است که فیلم ما رو فیلم در حال فیلمی باشه که متفاوت باشه و فیلم متفاوت باشه خیلی خوب فروخته. یعنی به واکنش متفاوتی به نسبت فیلم هست. خودت وقت سناریو رو خوندی حس میکردی اینجوری در میاد یا حس دیگری داشتی؟ ببینید، من وقتی سناریو رو خوندم خب چند تا فاکتور برام داشت. یکی اینکه امیرحسین ثقفی و کارهای پیشینش رو به شدت دوست می‌داشتم. بله. و فکر می‌کردم که یک تجربه‌ای رو داره در سینما و یک گونه‌ای رو داره در سینمای ما اضافه می‌کنه در سینمای ما که به هر حال وجودش به خیلی دوست داشتنیه و من روی پرده همیشه از تصویرهای امیرحسین لذت برده بودم. دومین بخش ماجرا اینه که خب نقشی که من دارم بازی میکنم یک جنون توأم با عشق، توأم با نفرت و ابعاد پیچیده روانکاوی داره، روانکاوانه در حقیقت. راجب این جنون بحث کردین قبل از اینکه میخواستی بسازی؟ یعنی موقع خواندن فیلمنامه یا موقع کار؟ ببینین، جنونه به مرور شکل گرفت. نه، شاید توی فیلمنامه اونقدر نبود ولی به مرور تو شکل اجرا گرفت. بله بله بله، تو اجرا شکل. البته قبلش مثلا من با امیرحسین خب یه ذره کدی حرف می‌زدیم، چون منم خیلی علاقه منده به فلسفه ام، امیرحسین هم خیلی علاقه منده به فلسفه است. در واقع ما یه کدای از فلسفه، از روانشناسی، از فیلم‌های فونتریه، از فیلم‌های برگمان، اینا رو همه رو با هم دیگه نشستیم گپ زدیم و از دلش به این کاراکتر رسیدیم که یک جنون و عشق و نفرت. یعنی این جنونی که الان تو فیلم، توی بازی تو هست و توی نقش تو هست کم کم در طول اجرا در اومده تقریبا. بله. خب داشتی میگفتی من هفته قطع کردم، بقیهش بگو. و منفی بودن کاراکتره، یعنی کاراکتری که از این جنونه به یک شیطان صفتی میرسه. با توجه به اینکه خب من اصولا هر نقشی رو که بازی میکنم تا سالها من تاوان نقشه رو پس دادم، چون میگن این دیگه اینجوری شد. ولی این منفی بودنه برای من خیلی جذاب بود، چون فکر میکردم که کم فرصتش پیش میاد برای یه بازیگر زن. البته یک نقش جنون‌آمیز دیگه هم تو خشم و عیاهو داری. آره، ولی اصلا ربطی به این نداره. اصلا ربطی نداره. نه. ولی اونم من اون نقش رو خیلی دوست دارم. خدا شکر. یعنی در واقع آره، یکی از بازی‌های بسیار 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 اینجا هم خوبیه، ولی اونجا یکی از بازی بسیار خوبته. اسم کاراکتر حنا بود اگه اشتباه نکنم. بله بله بله. آره، یعنی خیلی بازی خوبی هم از اونجا. این اصلا تو رو ساختن برای نقشه جنون‌آمیز دیگه. همون دیگه. ببین، شما هم یالا اولین نفری نیستین که دارین اینو میگین. برام عجیبه. برای اینکه مثلا دوره‌ای که من سریال کار کردم و ورود کردم به سینما مثل میوه ممنوعه، تا مدت ها من داشتم نقشای چادری دختر حاجی اونطوری رو رد میکردم، تا رسیدم به صداها که گفتم آخیش الان صداها میتونه اون فضا رو بشکنه. بعد دوباره اومدیم تو مرهم، دوباره من داشتم میافتم تو ورطه این که حالا این معتاد فلان، رفتیم رو هیس که باز یه کاراکتر متفاوتیه. حالا منتها به دلیل اینکه مضمون این فیلم هایی که من کار کردم و به لحاظ کانسپت ماجرا فیلم هایی هستن که دغدغه های مهم اجتماعی داره
دارن خب خیلی پررنگ میشن، خیلی دیده میشن و بازی من خیلی دیده میشه، ولی اینو دوباره من باید هی تلاش کنم که اینا رو هی بشکنم. و باورتون نمیشه من سریال شاهگوشو دقیقا به همین دلیل که شکستن فضا کامل از دست بدمش، بیام بگم نه حالا من میخوام کمدی کار کنم، که این در واقع چند وجهی بودن کاراکتر خودم رو. وقتی داشتی بازی میکردی فیلم روسی رو فکر میکردی واکنش متفاوتی داشته باشی؟ بله. یه فیلم یک عده دوست داشته باشن به شدت، یک عده دوست نداشته باشن به شدت. بله. یعنی این مرز 100 0 و 100 رو در واقع بله، فیلم بله. یعنی میدونستی؟ بله. همتون بازی میکردیم میدونستین این کارو؟ من راجع به خودم میتونم شخصا بگم، خب اولا امیرحسین بازیگرای حرفه‌ای در سه تا پروژه قبلیش رو هم در فیلم‌های گذشته‌اش هم داشته، یعنی صابر بار دومش بود که با امیرحسین کار میکرد، امیر آقایی هم بار دومش بود و من و میلاد بار اولمون بود. خب اونا به هر حال با این جنون امیرحسین هم آشنا بودن، هم دوستش داشتن، هم فیلم‌های رو با هم دیگه کار کردن که فیلم‌های تو کم کم با جنون امیرحسین آشنا شدی؟ من توی سه تا فیلمی که هی دیدم هی گفتم ای ای این چی جذابه. بخش بعدیش هم حیرت خودم بود، یعنی من یه لحظه با خودم فکر کردم من چقدر این جنسه رو دوست دارم، چقدر خوشحالم باهاش. هنوزم که میگم باورتون نمیشه، یعنی قبل از اینکه اصلا کار کنی اون فیلم رو دیده بودی؟ بله، و دوست داشتی؟ بله بله بله. حتی يعني... من سر مردی که اسب شد هم قرار بود بازی بکنم اما به دلایلی منتفی شد. آره. سر ولی منظور اون شعف درونی بود که برام اینجوری بود که من باید با این آدم کار کنم. چه خیلی خوب. آره. من توی برنامه هفت اومد اتفاقا ما یک بحثی کردیم باش، پسر جوان بسیار هوشیار، آگاه، باسواد. آره به باباش میگم که به تو نرفته حتی جلو زده. آره تو جلو زده. آخه سه نفرن پشت دوربین، حالا من دارم میگم، فاطمه ثقفی که خواهر امیرحسین و خانم سروش که همسر آقای ثقفیه، امیرحسین ثقفیه. خب خانم سروش با من هم دانشگاهی بودن ولی فاطمه که فوق لیسانس فلسفه داره، خود امیرحسین 3 سال در رو خودش بسته فلسفه خونده و ترکیب این سه نفر پشت دوربین واقعا حیرت انگیزه. یعنی مدام دارن یک زبانی با هم دیگه حرف میزنن که من اینجوری بودم خب چقدر جذاب. چون علاقه بابای میگم بره فلسفه بخونه، بابای نخونده فلسفه. تو دانشگاهی چی رفتی؟ تو رشته چی؟ تئاتر کارگردانی؟ من کارگردانی تئاتر. کجا خوندی کارگردانی تو؟ هنر و معماری تهران مرکز. تهران مرکز. بله بله. چه سالی بودی؟ ورودی 81. استادات کیا بودن اون موقع؟ اون موقع آقای سمندریان خدا بیامرز که به ما کارگردانی تدریس می‌کردن، کیومرث مرادی، احمد داوود، آقای ناظرزاده کرمانی و خیلی های دیگه. دانشکده چی دی به تو داد اضافه کرد؟ ببینیم میدونی دانشکده به من به نظرم خب هر کسی با توجه به در واقع انتخابی که میکنه برای رشته تحصیلیش یک چیزی در درون خودش حس میکنه. دانشگاه به من چون فضای خانوادگی من به شدت فضای دوری بود از هنر، از سینما. پدر چی کاره بود؟ پدر من تاجره. تاجر فرشه. آره. آره. و مادرم مامانم خانه‌دار و البته قبلا معلم بودن ولی بازنشسته و خانه‌دار. تو بزرگ خانواده کوچیک خانواده؟ من کوچیک خانواده. چند نفری؟ ما دو نفر. دو پس هیچ کس تعداد زیادی نیست این بنابراین. آره ولی خب میگم دانشگاه به سینما میرفت، علاقه سینما دار. بابای من خیلی تصویریه، یعنی با توجه به کاری که کار فرش و ایناست خیلی رنگ و در واقع زیبایی شناسی های بصری براش همیشه جذاب بوده و در واقع یک وجوهات هنری داشته، ولی تو سینما و تئاتر و اینا نه اصلا. شاید ما خیلی کم تو خانوادهمون فیلم میدیدیم، از من شروع شد فیلم دیدن. اون سریال های تلویزیون. دیگه بزرگتر خواهر یا برادره؟ خواهر بزرگتر من هم چیز خونده، هم مترجمی زبان انگلیسی خونده، هم در واقع الان دکترای روانشناسی داره. با 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 چه خوب. وقت نه اون فیلم میدیده نه مامان فیلم میده نه بابا. نه ما تو خونمون در حد سریال های تلویزیون بود. ولی من اینقدر حیرت زده میشدم. مثلا من یادم سریال جذاب دورانی که من نوجوان بودم روزی روزگاری بود. یه جوری با حیرت و سریال نگاه میکردم و هنوزم برام جذابه. شاید مثلا فیلم هایی هم که تو سینما میرفتیم مثلا دزد عروسک ها بوده و فیلم هایی که خیلی کودک کمونیکانه. اون موقعی که میرفت سینما تو بچگی یا مثلا 10 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی فیلم بازیگر مورد علاقه داشتی؟ یعنی اصلا فکر میکردی که اینایی که بازی میکنن چجوری دارن بازی میکنن؟
و علاقه پیدا کنی، علاقه بعدن شه. توی یک دوره‌ای که در واقع میگم دوره نوجوانی و کمتر حتی مثلا 10-12 سالگی، مثلا کلا قرمزی میدیدیم، دزد عروسک‌ها میدیدیم یا این شکلی، خب نه من اصلا به بازیگری فکر نمی‌کردم، ولی همیشه این قصه گفتنه برام هیجان انگیز بود و همش دوست داشتم که این قصه گفتنه پرده سینما رو تماشا کنم. ولی یه ذره که سنم رفت بالا، اتفاقا با فیلم قرمز شما من به شدت به سینما و به بازیگری علاقه‌مند شدم و حالا فیلم های دیگه ای که توی اون دوره دیدم، و باز کم کم که یه ذره اینا توم جا افتاده یه کمی پخته تر شد، خب رسیدم به این که نه من هیچ وقت دلم نمیخواد سوپر استار باشم، ولی دلم میخواد یک بازیگری باشم که تا ابد بازیگر بمونم و تا ابد مورد احترام باشم و فیلم های خوب کار بکنم. و عجیبه برام، شاید مثلا تو دوره ای که من دانشگاه میرفتم من پک وون کاروای جمع میکردم، کیم کیدوک میدیدم و فیلم هایی که به هر کی میگفتیم اینا رو چی آره واقعا برای خودم. از چه دوره این مسیر فکری برای تو به وجود اومد؟ یعنی که دیدن این جنس فیلم هایی که حالا متفاوتن از اون سینمای قصه گویی که یه لحظه قبل تاکید کردی روش. آره اون میگم اون به دلیل تاثیر بازیگرهای اون فیلم بود، فیلم شما، که خب در دوره‌ای بودیم که هدیه تهرانی به شدت برای جوانها پررنگ بود و سوپر استار بود و دوست داشتنی بود و اینا. اینو بذاریم کنار، من توی دوران دبیرستانم هر درسی رو بعد جون میکندم ولی فلسفه رو نخونده بیست میشدم. بعد حالا فلسفه تو دبیرستان نمیخوند، تو میخوندی چون همیشه فلسفه در میرفتن. نه فلسفه منطق میخوندی. من یه جوری میگم دهن باز نگاه میکردم و عشق میکردم از این ماجراه که فکر میکردم ای این یه چی ریشه ای توی من داره، که بعدها رفتم علوم انسانی خوندم اصلا بابت همه اینا، و اصلا تصمیمم بود که حقوق بخونم. نمیدونم چی شد اصلا شدم بازیگر. این به هر حال مسیره گذشت. یعنی ولی اتفاقی رفتی دانشکده سینما هنر و معماری؟ نه من یه انتخاب توی یه روزنامه ای داشتیم اسباب کشی میکردیم، این بشقابه رو گذاشتم تو روزنامه، دیدم نوشته کلاس کارگاه آزاد بازیگری. یا به مامانم باورتون نمیشه در صدام ثانیه گفتم ماما یه بازیگری هم من برم بعد نیستا. یعنی اون کارگاه بازیگری که رفتی در واقع دوره دیدی؟ برو تجربه کن. دو ماه من رفتم دوره دیدم، بعد یه ها اصلا کلن علوم انسانی رو گذاشتم کنار. یک سال خودم شخصا از خیابون انقلاب کتابای هنر گرفتم، درو بستم، خودم شروع کردم خوندن، کنکور دادم و قبول شدم و تئاتر. اون کارگاه بازیگری کارگاه هیوا بود اگه رفتی؟ بله. مال کی بود هیوا؟ مال آقای ابراهیمی. ابراهیمی استاد بازیگری کیا بودن؟ استاد بازیگری اونجا اصلا یادم نمیاد. چی زیاد گرفتی اونجا یا نه واقعا چی زیاد نگرفتی؟ نه اونقدر میگم چون خیلی تایم کوتاهی، یعنی در حد اینکه من ورود کردم خروج کردم و رفتم دانشگاه. و این اصلش این بود که بابای من یه روز نشست با من گفتش که خانم من به شما اجازه نمیدم از تو کوچه بازیگرشی، اگه میخوای و واقعا هدف داری برای این موضوع برو دنبال هدف، تلاش کن براش و به دستش بیا. چه جمله خوبی. خیلی جمله درست. من هنوز که هنوز اینو یادآور میشم. یه درسشو بخون. پدرم ممنون. تحصیل کن سواد. خیلی جمله خوبی. و گفت چون من نمیذارم، هم یه جوری گفت که اصلا من برخورد. نمیذارم؟ آره. گفت نمیذارم از تو کوچه بازیگر شی. منظورش این بود که اون احترام رو اینجوری از دستش میدی، به اضافه اینکه خب اگر هدفته براش تلاش کن. و درست گفت، انقدر درست و تاثیرگذار و مومنت درستی تو زندگی من بود که واقعا میگم مدیون پدرم. بسیار راهنمایی به واقعا به پدر تبریک میگم که چنین راهنمایی کرده به تو که برو درسش بخون. بله درست. و خیلی آگاهانه وارد بازیگری. بله. آره. و خب درس خوندنم دانشگاهی. دانشگاه درست خوب بود؟ من خیلی شیطون بودم، به طرز غریبی شیطون بودم. درس نه، ولی تو کارگاه های عملی و در واقع حالا مثلا کیومرث مرادی خیلی خوبی که بعد بازیگری تو نمایش هم بازیگری. بله. آره. توی کارگاه های عملی و کلاس های بازیگری و مبانی و اینا خب خیلی خوب بودم، ولی توی خوندنی ها نه. هنوزم تو خوندنی ها خیلی خوب نیستم. هر آن چیزی مثلا تو فلسفه خوندن که خوبی. آره فلسفه اصلا به طرز قدیمی دوست داشتم. یعنی تو چیز خوندنی های دیگه خوب نیست. آره. تو فلسفه. آره. فلسفه که سخت‌تر از همه چیز خوندنش. خیلی. یه کتاب فلسفه بده به کسی بخوای تموم کنه خیلی سخته. خیلی کار. آره. سختیه. ولی میگم من اتفاقی که برام میافتاد سر کلاس. فیلسوف مورد علاقت کیه؟ ببینید من
واقعیتش اینه که ژیژک و لکانو که خیلی میخونم، کجنگریستن و هیچ کار کرد نظر لکانو خوندی دیگه اون کتابو؟ بله، به نشانگان خود، از نشانگان خود لذت ببرید و خیلی دنبالش میکنم. یعنی هر فرصتی که پیدا میکنم اینه که یه گریزی میزنم، یه ذره میخونم، میام بیرون. یا توی اتفاقا تو همین فیلم روسی ما توی پیش تولید، من خیلی از امیر حسین ممنونم به خاطر اینکه منو با کیرکگورد آشنا کرد. ترس و لرز رو خوندم، هنر عشق ورزیدن اریک فروم رو خوندم، یه کتاب دیگه هم معرفی کرد، آها، سخن عاشق رولان بارت رو خوندم. رولان بارت یه کار دیگه هم داشت که باز من خیلی دوستش داشتم، امپراتوری نشانه ها. و هرچی میرم جلوتر میرم خب این من به امیر حسین تبریک میگم که به توی همه کتاب داده خوندی. آره. یا مثلا ما یه بسیار بحثایی میکردیم سر فیلم های فونتریه، چون امیر حسین خیلی فونتریه بازم، منم خیلی فونتریه باز بودم و ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا شکستن امواج و نمیدونم یه سری فیلمای این شکلی رو با هم تحلیلی حرف می‌زدیم راجبش و چیزایی که به درد کارمون می‌خورد و نگه می‌داشتیم، اونایی که نمی‌خورد و می‌ذاشتیم کنار. ولی شروع کرد سریال، اتفاق افتاد که رفتی داخل سریال. یعنی شروع کرد این سریال من سعید سلطانی، اسمش یادم نیست البته، ولی سریالی بود که در واقع جوانی. میدونی ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که شاید توی نسل من زمانی که میخواست ورود بکنه به سینما ابداً به این سادگی نبود. یعنی ما باید واقعا قبل از جوانی کار دیگه یه میز که بازی کردی قبل من دیگه. یه دونه کار کردم که تولید مرکز استانها و شهرستانها با اینا سال 79. چجوری رفتی تو اون کار؟ از همین کلاس هیوا، از اونجا انتخاب شدی رفتی اون کار؟ یعنی تو همون ماه کارگردان کی بود اونجا؟ یه آقایی بود به نام آقای مرادیان. مال کدوم شهرستان؟ مال کجا بود اون؟ مال شهرستان یزد بود. یزد بود. بله. رفتی یزد برای فیلم برداری؟ بله. نقش چی بود اونجا؟ یه کار مذهبی و اینا بود. الانم یه تیکه هایش بکنم تو اینستاگرامم اومده. یه کار مذهبی بود که من نقش آمنه رو بازی می‌کردم، همسر حضرت محمد. آیا نقش از این سریال مناسبتی بود؟ آره. چطور شد اونا معرفیت کردن که به درد این نقش می‌خوری؟ آره، یه اومدن توی کلاسه که بازیگر انتخاب بکنن، منو دیدن و انتخاب کردن و منم رفتم و اونو بازی کردم و اومدم و کنکور دادم و رفتم دانشگاه. یعنی یک زنجیره‌ای به هم دیگه وصل شد. از اونجا رفتی تو جوانی دیگه؟ آره، آره، سال 80 اگر اشتباه نکنم 80-81 بود رفتم جوانی رو بازی کردم، ولی از بعد از جوانی استاپ کردم برای اینکه فکر کردم باید دانشگاه رو ببرم جلو و کلن به این معتقدم که پرونده کاری آدم یه ذره پرونده مهمی باید باشه. از یه جایی به بعد فکر کردم که خب هر کاری رو نکنم، هر سریالی رو نکنم و اینا. از یه جایی کجا بود؟ از بعد از جوانی. بعد از جوانی؟ آره. خب چون جوانی هم اولی کاری تتازه؟ بله بله بله. نه، به این نتیجه رسیدم که هم کم تجربم. آها. و روی کم تجربگی فعالیت کردن به نفعم نیست. برای همین یک 4-3-4 سالی اصلا عقب نشستم و درس خوندم و دانشکدم رو تموم کردم و اینا، تا سال در واقع 86 که سریال میوه ممنوعه رو کار کردم. قبلش البته فیلم رسول صدراملی رو مثل کار کرده بودی؟ آره، اونم بود، ولی خب کار آقای صدراملی جزو فیلم های آشنایی با لوکیشن بود، چون من کوتاه بودم که اصلا تا اومدم بفهمم چه خبره تموم شد. ولی خب آره، اولین حضور سینمایی اونجا بود، اولین حضور سینمایی جدی که در واقع نقش مهمتری رو به من محول کردن آقای مؤتمن بود. اصلا تو خیلی با مؤتمن کار کردی، یعنی 3-4 تا بازیگر مؤتمنی هستن. اگه بخوای مؤتمن بررسی کنی چگونه بررسیش می‌کنی؟ ببینید، باز در مورد آقای مؤتمن هم همین اتفاق برام افتاد. من یه شب توی اتاقم داشتم فیلم شب‌های روشن می‌دیدم و بعد از شب‌های روشن انقدر کیف کردم با اون فیلم که گفتم من باید با این کارگردان کار کنم. فکر می‌کنم 2-3 سال اینای بعدش باش کار کردم و واقعا تجربه صدا رو خوشحالم بازیگری که فیلم‌ها رو می‌بینی و بعد انتخاب می‌کنی خودش خیلی خوبه. البته بازیگرا بیشتر می‌بینن، ولی خب بعضی هم اصلا نمیبینن. زمان ما کمتر میدیدن. آره. آره. یعنی من زمان ما یادمه که تو همون دهه 80، نیمه های 80، من یکی از ایرادایی که میگرفتم این بود که چرا شما فیلم نمیبینین که بعداً بخواین انتخاب کنین بگین من با این کار میکنم با اون کار نمیکنم. من این فیلمو دوست داشتم، اینو دوست نداشتم. اینجوری نبود. یعنی من در مورد خودم به این کشف رسیدم که من سینما میرفتم، مدام سینما رو پیگیری میکردم، آدما رو پیگیری میکردم.
معتمد رو تحلیلش من وسط حرفت پریدم. معتمد رو دفتی فیلمش رو دیدی، خوشت اومد، احساس کردی که میتونی باش کار کنی دیگه، درسته؟ داره. چه جور فیلم سازیه به نظر معتمد؟ من با آقای معتمد خیلی حرف دارم بزنم. نمیدونم راستش رو بخواین. ولی صدا جایزه گرفتی دیگه تو؟ نه، کاندیدای فجر شدم. کاندیدای فجر. یه چه جایزه گرفتی؟ منتقدین مثل جایزه گرفتی صدا؟ جایزه منتقدین گرفتم. در مورد آقای معتمد راستش رو بخواین، اینکه چه جور فیلم سازیه واقعا نمیتونم بگم، ولی من میگم اون دوره توی شب‌های روشن واقعا حسی با فیلم یک ارتباطی برقرار کردم که خیلی دوستش فیلم خوبیه داشتم. صدا هم خیلی دوستش داشتم. فیلم خوبیه. من اون فیلم دیگه تو ندیدم، یه فیلم داری که در واقع شب زده است، ندیدم اونو. من اون یه تلفیلمه. آره تلفیلمه. آره. بعد ندیدم. آره اون ندیدم ولی صداها رو دیدم. صدا فیلم نه، بعد جالبش اینه که روز دوم شب زده به من گفتش که من بعد از این میخوام سینمایی شروع کنم، میای؟ گفتم آره من با شما همه جا میام. فیلمساز باسوادی، خیلی فیلمساز باشعوری، فیلمساز فیلم دیده ای، فیلمساز آگاهیه، ولی اشکالش اینه که ژانرهای مختلف کار میکنه. من از اینکه میخواستم بگم من نمیتونم راجع به ایشون الان صحبتی بکنم به دلیل این تعدد ژانر بود که گاهی خوب آدم رو گیج میکنه. من با شناختی که من از آقای معتمد دارم و با همین چیزایی که شما میفرمایید که انقدر با سواد، انقدر فیلم دیده، یهو یک تغییر مسیرهایی داد که برای منم جای سوال داشت. آره بهش من بهش گفتم، گفت من دوست دارم که تجربه کنم، ولی خب بعضی وقتا فیلمسازه برای یک کارهای ساخته شدن که برای اون کارهای دیگه ساخته نشدن دیگه، یعنی در واقع. خب میوه ممنوعه بود، انتخابت در میوه ممنوعه چی جوری بود؟ اصلا غزاله ای که من میدونی همه... مشکلم چیه؟ مشکلم اینه که سخت انتخاب میکنم. من اون سال یادمه من هیچ نه اسمی داشتم نه اتفاقی برام افتاد، هیچی. کیومرس مرادی استاد دانشگاه ما در واقع دستیار آقای فتی هم بود و منو با آقای فتی معرفی کردن. من برای اولین بار آقای فتی رو دیدم و آقای فتی خیلی اصرار داشت که غزاله فتوحی سریال من طنازه. من گفتم خب اگه من بخوام الان دوباره برم سریال که، پس سینما چی؟ نمیتونستم اینو هضمش بکنم که آقا پله به پله میری دیگه میرسی. اون موقع یه ذره ورود به سینما هرچی مثلا در واقع با نقش اصلی وارد میشدی و سینما خیلی پررنگتر و مهمتر، ولی برای من الان که مرور میکنم فکر میکنم مسیر جذابی بود. اصلا برای تو مطرح خیلی. اصلا مطرح خیلی. کرد سریال مطرحی بله بود. خیلی بازیگراشو مطرح بله. کرد آره هم تو همه رو مطرح کرد، به ویژه نصیریانی که خیلی بیشتر بله، از همه مطرح هانیه کرد. توسلی هانیه توسلی و سریال خیلی، یعنی من واقعا خوشحالم، بی نهایت خوشحالم و یکی از اصلی ترین چیزام اینه که با آقای فتی واقعا مدیم. البته توی فیلمایی هم داری که برام جالبه، من لیالستانی رو خیلی دوست دارم، توی فیلم هم داری میزک با لیالستانی کرگردی. اونم فیلمساز عجیبیه. من دوست منه که اینو بگم، من نمیشناختمش ولی خب تیمی که ما جمع شده بودیم و واقعا الان با میلیاردها نمیشه اون تیم رو خرید. یعنی آقای اثباتی بود، سمیرای علی خانزاده حالا با ما می اومدن سر فیلم برداری، آقای خانم معتمداریا بود، آقای خمسه بود، باران کسری بود، نمیدونم فروتن، آقای فروتن بود، من بودم، یک تیمی بودیم که و خوش گذشت. من هنوز که هنوز برگردم به اون فیلم حتما انجامش میدم، چون اصلا خاطره فراموش نشدنی بود برای ما. کارگردان خاصیه، الان هم مدتی فیلم نمیسازه، ویژگی خاصی هم داره کارگردان، به نظر من عجیبی هم از فیلمه که فیلم خیلی مطرحی نشد. بله خوب کارگردانه، کارگردان خوب کار کردی باشه. آره. یه هم کار نکردی باشه، یک کار بش کردی. یه فیلم هم داری که به نظر من تو کارنامه جالبه، اونم پسر تهرانیه کاظم راستگفتاره. آره میگم دیگه، این گریزهایی که من اون موقع زدم، خب فیلم به اون شکل گیشه‌ای هیچ وقت مورد علاقه من نبوده، ولی من فکر میکنم یک مسیر الهیاتی بوده، انگار یک مسیر خداخواهی بوده، برای اینکه خب اون موقع 4 میلیارد فروش کرد و این باعث شد که برای من به عنوان بازیگری که هیچ کس نمیشناخت خیلی اتفاق خوبی شد. امین حیایی بود اونجا دیگه. امین حیایی بازی میکرد و من نقش اصلی زنش رو بازی میکردم. بعد حالا مثلا سریال میوه ممنوعه. این میگم همه اینا پشت سر هم طناز طباطبایی رو آورد تو ساخت. البته با فیلمای دیگه که من دوست دارم، یکی مرهمه که من خیلی دوست دارم.
یکی از نقشات خیلی دوست دارم. یعنی فیلم دوست داشتنیه. یکم راجع به مریم صحبت کنیم در مریم. آها اتفاقا همین رو میخوام بگم، چون دقیقا فکر میکنم 2 سال بعد از پسر تهرونی، خب من باز دوباره به وفور از این پیشنهادا داشتم. همین پسر فیلمای شبیه تجارتی. بله تجاری این شکلی، ولی باز یهو نشستم عقب و موقعی که مرهم ما فیلمنامه نداشتیم، مرهم یک خط قصه ذهنی بود برای آقای داوود نژاد، ولی من میدونستم که آقای داوود نژاد هر موقع چون دیده بودم قبلا مصائب شیرینو، میدونستم سراغ خانواده خودشون که میرن و با تعصبی که دارن اتفاق خوبیه. باورتون نمیشه من جنگیدم با پیرامونم، چون هر کی از یه طرف داشت به من یه مشاوره هایی میداد اون دوره، یه پا نکنی نری یه پا وایسته و من اینو که میرم اصلا میخواد بعد چه خوب شه هر چی چه فیلم خوبی پای انتخاب آره. اولین بار بود که شخصا پای یه انتخابی وایستادم که هنوز که هنوز بی نهایت دوست داشتم. البته اون سال تو جشنواره نذاشتن به بی لطفی کمیته انتخاب یه بخشی زاده شد به نام نوعی نگاه که ما آره. هیچ وقت دیگه نداریم. آره نه یه دفعه زاده شد و مرهم رو گذاشتن تو اونجا و توی قسمت مسابقه نذاشتن، در حالی که هر که دید گفت این باید میرفت تو مسابقه. حالا که صحبت جشنواره شد کجا حقت خوردن که داده در اومده و گفتی که حق من و شما نباید میخوردی؟ ببینین نه یک جایی آدم در واقع فکر میکنه که من واقعیتش، خب اینو قبلا هم گفتم، من سر هیس فکر میکردم حداقل اتفاقی که باید بیفته اینه که کاندیداشم دیگه. من سر هیس کاندیدا هم نشدم و این توی ورود و اول، یعنی در واقع حضورهای اولیه من در جشنواره فجر میتونست برام در واقع یک مسیرهایی رو باز بکنه، یا حتی میتونست به هم یک کمکهایی بکنه، یا در کمترین شکلش میتونست یه دلگرمی باشه. میدونی چی میگم؟ و بعد از اون من فکرم خب این سیستم چجوریه؟ الان این سیستم به نقشه، به فیلمه، به کیه؟ هی مرور کردم، هی مرور کردم. یعنی یک کمی اذیت شدی که چرا کاندیدا نشدی؟ اون فیلم البته اون سال داشت. البته اون سال کل داورا خیلی فیلمو تحویل نگرفتن. یعنی خیلی عجیب بود که فیلم در موارد مختلفی کاندیدا نشد. داورا همه فیلمساز بودن. داور غیر فیلمساز هم نداشتیم اون سال، یعنی داور فیلمساز بودن. یعنی یکی از نقاط عصبانی کننده جشنواره این بود برات دیگه؟ خیلی. یعنی هیس. آره. نقطه دیگه؟ نه و بعد خشم و هیاهو دیگه؟ نه نه نه، خشم و هیاهو میدونین چیه؟ در ادامه هیس بود و خشم و هیاهو برای من این شکلی بود که من واقعا برای زحمت کشیده بودم. خیلی خوب بازی کردی. و اگر که باز نگاه میکردیم همون در مقایسه برمی اومدیم، نه مقایسه با شخص، من خود فجر رو، من همیشه معتقدم هر چیزی رو باید با خودش مقایسه کرد. من میگم فجرمون رو با خودش مقایسه کنیم. این فیلم ها، این سال، من آدم مرور کنیم، این سال ها، این برنده ها، این جوایز، این واقعا کاندیدا شدی برای اون سال؟ کاندیدا شدی؟ آره. ولی واقعا برام سوال بود که یه بازیگر چی کار باید بکنه و مگر در پروسه کاری من چقدر برای من اتفاق میفته که همچین نقش متفاوتی رو بازی بکنم. میدونی چی میگم؟ و فکر میکنم خب اینجا اونجاییه که یه اتفاق باحالی باید بیفته دیگه. اینا همش دلگرمی. اما بعدها که ازش فاصله گرفتم فکر کردم که نه، که نباید اون شب عصبانی میشدی شب جشنواره. نه عصبانی نشدی؟ نه من هر چرا عصبانی شدم، ولی من هر چیزی رو که میگم تا ابد هم بهش معتقد هستم و پای گفتم وای میستم، منتها فرق زاویه دیدمه. الان نمیگم که اون موقع عصبانی بودم باید هیچی نمیگفتم. اتفاقا من فکر میکنم هر موقع هر احساسی که آدمی زاد، علل خصوص بازیگر، داره باید بیانش کنه. اگر بیانش نکنه اون سرخوردگی احساسی تو کار من تاثیر میذاره. این اصلا اینا رو که بذاریم کنار. ولی بعدها فکرم مثل همون زنجیره شروع کار منه. فهمی کردم که خب اون موقع برام خیلی بهتر بود که من با یک فیلم سینمایی نقش اول میومدم، ولی الان یه شکل دیگه ای رقم خورده. امروز هم در مورد جشنواره و جایزه به همین نتیجه رسیدم. جشنواره و جایزه و نگرفتنه به من یک قدرت مضاعف داد برای اینکه من دورنمای بزرگتری از سینما به دست آوردم.
یعنی امروز به یک انتخاب شخصی رسیدم، امروز به یک حال درونی رسیدم و امروز دورنمای من دیگه جایز و این استپ‌ها براش استپ‌های کوچیکی شدن. خیلی دوست داشتنیه، خیلی تحسین و تشویق به آدم دلگرمی میده و خیلی خوشحال کننده است. اینا به کنار، ولی باعث شد که من رشد بهتری بکنم درونم. بسیار تحلیل خوبیه، خیلی تحلیل درستی کردی. خب من فکر میکنم یه تیکه از فیلم خشم هیاهو و بازی خوبت رو ببینیم، دوباره برگردیم که در واقع بریم. خب یه تیکه هایی از فیلم خشم هیاهو رو دیدیم. من این فیلم رو خیلی دوست دارم، بازی تو خیلی دوست دارم، یکم راجع به فیلم صحبت کنیم. وقتی نقشه بهت پیشنهاد داد ماجرای واقعی رو دنبال کرده بودی قبلش؟ یعنی اصلا اون زن اصلی رو دیده بودی؟ عکس و تفصیلات و محاکمه و این چیزاشو؟ نه راستش، یعنی در حد خیلی دورادور در اخبار حاشیه‌ای این شکلی دنبالش کرده بودم، ولی نه درگیرش اصلا نشده. اون فیلم مستندی هم که خانم بازیگر دیده بودی؟ بعد از اینکه من با همینا قرارداد امضا کردم ما کارت قرمز رو دیدیم. ولی نقطه نظر هومن به واقعیتش این بود که این قصه یک شباهت هایی به اون در واقع پرونده واقعی خانم جاهد داشت، ولی لزوماً هومن داشت اونو پیگیری نمی کرد، واقعا نمی کرد. یعنی میگم اون شباهت ها قطعا توش ممکنه دیده بشه، ولی اساسا فیلم یک زاویه دیدی داره که اصلا دلش هم اتفاقا نمیخواست. به همون دلیلی که ما پیش از اومدن اینجا داشتیم با هم صحبت میکردیم، دلش نمیخواست وارد اون ملودرامه بشه، دلش نمیخواست اصلا به اون پرونده خیلی بپردازه، و ولی میتونست یک در واقع بستری باشه برای پرداختی که خود هومن دوست داشت در مورد این فیلم در واقع جلو ببره. ولی چرا، ما دیدیم اون فیلم رو، هم دیدیم یک بخشی از دادگاهش و همه اینا رو هم دیدیم، ولی میگم کاملا روی کرده هومن متفاوت. یک نقشی که تو داری بازی میکنی یک جنونی داره که از همونجا اون جنونه دیده میشه دیگه، جز به کارات که تو این کار روسی تشدید شده شه، اونجا یکم کنترل شده شه. در واقع من خیلی اون کنترل و اون لحظات اون جنون این نقش رو دوست دارم. یعنی این تو کار در اومد یا فیلمساز از اول میدونست چی میخواد؟ میدونست. هومن به شدت کارگردان الرت، باهوش و کاملا میدونه که میاد سر صحنه چی قراره بگه، چی کار قراره بکنه، و اصلا برای بازیگر درخشانه باش کار کردن. من موقعی که رفتم سر صحنه، اما اولین سکانس فیلم برداریمون سکانس شمع است، سکانس سختیه من. اولین سکانس خیلی سکانس سختیه که من اولین بار میرم جلوی دوربین و اون داده آخر و اینا، ولی هومن انقدر میدونست چی میخواد که و هی تکرار کرد. من یه جای خوابیدم، گفتم من سرم داره میترکه، رگای مغزم الان پاره میشه. گفت هیچ چیز نمیشه، پاشو. این پاشوه یهو ساخت، یهو سکانس رو. خیلی سکانس سختی هم شروع کردین شما. خیلی سکانس سختی شروع کردین. و جزو کارگردانه که راهنمایی چی جوریه که بازی که میکنه؟ ما سکانس تو دفتر خیلی تمرینش رو کرده بودیم. آه تو دم دفتر. آره. به جای بازیگر بازی که نمی کنه اصلا. نه. توضیحاتش بازیگر رو راهنمایی میکنه. بله. و کنترل بازیگر برای اینکه صورتش، چهرهش و این چیزا در واقع با کنترل. تو دی کارگردانایی که رهبریش رو دوست داری؟ خیلی زیاد. آره. بعد از این وقتی با هومن کار میکنین به نظرم اصلا آب تو دلتون تکون نمیخوره. یعنی میدونید کارگردان داره میدونه چی کار میکنه. آره. من یه جا، حالا این یه خاطره‌ایه که برای خودشم خیلی مرور کردم. من یه دیالوگی، یک مونولوگی داشتم که حنا میگه که پدرش به مادرش خیانت کرده، اون زنی که در واقع بهش خیانت کرده اسمش حنا بوده، بعدها اسم دخترش رو میذاره حنا. سر این مونولوگ ما با همدیگه 10 روزی قهر کردیم. چرا؟ چون دقیقاً به همون حرف شما من رسیدم که میخواست اصلا از ملودرام ماجرا فاصله بگیره و دورمی یه تراکی میکنه از پشت سر عبور میکنه. من اونجا فهمیدم هومن به شدت میدونه چی میخواد و داره کارشو درست انجام. نه کاملا معلومه که فیلم در واقع فرار میکنه، پرهیز میکنه از ملودرام، نمیخواد ملودرام داستان رو خیلی قوی کنه، میخواد متمرکز بشیم رو شخصیت ها و رو آدم ها. و ببینید مردی که ما به شدت ازش منزجر میشیم،
متنفر میشیم. دقیقا. و این تنفرم عجیب نوید در آورده. بله. یعنی رابطه تو با نوید سر کار چجوری بود؟ عالی. نوید خیلی خوش اخلاقه و ما خیلی دوستای خوبی هم هستیم خارج از کار. در واقع با هم دیگه معاشرت‌های دوستانه همین در بچه‌های خود. به هم کمک هم کردی سر صحنه؟ یعنی آره، یعنی من خیلی موقع ها چون بچه‌ها قبلا 13 رو با هومن کار کرده بودن، نوید کار کرده بود باهاش و من خب نمیدونستم اصلا، من یه جایی گیج می‌شدم. در نتیجه هی زنگ می‌زدم به نوید میگفتم به نظر تو اینجا رو اینجوری کرد چی جوری ها شد؟ من گفت ببین اعتماد کن به هومن، اعتماد کن، هیچ کاری نکن، اعتماد کن. و آره خیلی اتفاقای خوبی افتاد بین حاصل این اعتماد درجه یکی. نقش دیگه ایم که من دوست دارم نقش فیلم داوودیه. آره اونم من بازی تو دوست دارم تو اون فیلم در واقع داوودی که اونجا هم کاندیدا شدی فکر میکنم. بله دیگه. بله. یعنی رخ دیوانه. بله. آره اونجا هم کنم. اونم دوست داریم فیلمو؟ خیلی زیاد، چون آقای داوودی رو هم خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. یعنی یه ارتباط چیزی باهاشون دارم، یه ارتباط دلی باهاشون دارم و فیلم رو هم خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه فیلم نامشم. تو فیلم دیگه آقای داودی هم بازی کردی تو این فیلم؟ نه بازی نکردی تو. تو در رخ دیوانه بازی کردی فقط. ولی رخ دیوانه در مرحله فیلمنامه به شدت جذاب بود، به شدت جذاب بود. و بعدم که با آقای داوودی آشنا شدم و کار کردیم و اینا، خب خیلی، یعنی فیلمنامه رو به دادن خوندی خیلی لذت بردی از این قصه؟ خیلی قصه درستی بود. آها. این پیچش‌هاش، معماگونش، این در واقع انتهاش. اولش باز یه نکته‌ای که داشت این بود که در مورد این فضای مجازی و اینا ما فیلمی نداشتیم که راجع به اونا حرف زده بشه و این فیلم تنها فیلمی بود که انقدر به موضوع جوان‌ها و به موضوع فضای مجازی و اینا پرداخته بود و من خیلی دوستش دارم اون فیلم. خیلی هم بازی خوبیه، همه ترکیب بازیگرام هم خوبن، همه با هم خوبن، اونجا خیلی ترکیب بازیگر خوب. راحت بودین با هم دیگه کار کردن؟ خیلی زیاد. راهنمایی داوودی فوق العاده عالی. اونم بازی نمیکنه بره بازی اصلا کارگردانی بود که برات بازی کنه و تو نگاهش کنی کارگردان داره بازی میکنه. تو این کارگردانی که کار کردی؟ نه واقعا کارگردانی که کار کردی هیچکدومشون بازی نکردن برات؟ نه به اون شکل، ولی شاید آقای مهرجویی. آقای مهرجویی دو تا کار داشتی با مهرجویی. آره. یه تئاتر، یه در واقع خیلی تجربه خوبی هم بود تئاتر. خیلی تجربه خوبی بود. چی نارنجی پوش چطور بود تجربه؟ ما اول تئاتر رو با هم دیگه کار کردیم، بعد از اونجایی که من یه ارتباط خیلی خاصی با ایشون برقرار کردم و خیلی حالم باهاشون خوب بود، خب خیلی دوست داشتم که با ایشون تجربه فیلم رو هم داشته باشم. و بعدش که نارنجی پوش اتفاق افتاد، خب گفتن که این 4 تا سکانس، گفتم من اشکال ندارم، من دوست دارم با شما فیلم تجربه کنم. مرجی بود که یک کمی بازی می‌کرد برات که این کارو بکنه؟ یک کمی، مثلا ما سر تئاتر اینو داشتیم ولی نه اونقدر. آه. ولی خیلی هدایتشون هدایت درستی بود. خیلی شانس بودی با کارگردانه خیلی خوب کار کردی. این شانس خیلی بهت کمک کردی. البته خودت هم خیلی خوب بودی. بعد از اون فیلم یه فیلمی داریم که ندیدیم ماها. ارادتمند، نازنین و ملاقات کاری. بهاره بودیدی تو دیگه اونجا. نقشه خوب بود؟ اونم خیلی مفصله بر، یعنی آره من دوست دارم اون فیلمو خیلی زیاد. چند تا دختر این دیگه با هم دیگه؟ ببینید اون فیلم در واقع چند تا دختر، هیچ کس ندیده نمیتونه قضاوت بکنه. آره یک نگاهی آقای کاهانی داره در مورد اون فیلم. وقتی که ما خوندیم، این اتفاق هم در مورد من و هم در مورد مهناز افشار افتاد، وقتی فیلمنامه رو خوندیم زنگ زدیم به آقای کاهانی و گفتیم کچی، گفت اگه این کچی در بیاد من برندم. گفتم که خب عالی شد که پس بریم. یعنی خوندیم ما چی که چی داریم. آره، چی بازی میکنیم؟ چون یک سری دختری هن که در واقع یه سری زندگی در واقع از صبحی که ماها زندگیمون شروع میشه، اینا خوابن از ساعت مثلا 7 تا 8 بعد از ظهر اینا بیدار میشن، 12 شب پارتی های شبانه شون شروع میشه تا 6 و 7 صبح، بعد افترشون شروع میشه، بعد مثلا ساعت 9 و 10 میخوابن. یک زندگی آندرگراوندیه. این زندگی آندرگراوندی وجود داره و این زندگی آندرگراوندی واقعیه و اگر که ما فیلمسازی مثل آقای کاهانی داریم که داره انگشتش رو نشانه میبره به سمت این زندگی و به سمت این در واقع زنهای این شکلی، من فکر میکنم که هیچیشون هم نیستا، هیچ مشکلی هم ندارن، نه آدم بدی هن، نه دزدن، نه قاتل هن، نه قاچاقچی هن، هیچیشون هم نیست، فقط این شکلی دارن زندگی میکنن.
ولی خب این شکلی زندگی کردن یک بتالت و بیهودگی و در واقع یک خلسه ای داره که این بیهودگی رو میتونیم تعمیمش بدیم تو خیلی از اتفاقای روزمره زندگیمون. نگاه کاهانی خیلی نگاه درستیه و من اگر که جای مدیران بودم تحسین میکردم. سینماش هم همیشه دنبال اون کچیه است ها، یعنی اصلا به طور کلی من از هیچ کی یادمه که من خیلی دوست دارم. حالا من قبل از هیچ فیلم دیگه هم داره که یادم نیست، آدم بود اگه اشتباه نکنم، ولی من هیچو خیلی دوست دارم تو فیلماش. و یا آن از فیوان نجیبی است اگه اشتباه نکنم دوست دارم. این همین کچیه توش هست دیگه، یه پوچیه غریبی تو کاراش داره که آدم یه زندگی خاصی رو میبینه، یه پوچی تو زندگی میبینه. فکر میکنی فیلم اکران بشه؟ بعید بدونم. بعید میدونی؟ بله. یه تیکه من تو فیلم دیدم مهران غفوریان بازی میکرد، خیلی خوب بود مهران غفوریان. من یه تیکه بیشتر ندیدم ازش. مهران غفوریان پشت فرمون ماشین بود و حرف میزدی که نقشه عمده است دیگه اونجا بازی. بله بله بله. نقش جدی هم بازی میکنه. نقش اصلی تقریبا مرد جدی هم از نقشه، فکر کردم کمدی هم نیست، یعنی در واقع نقش جدیه که اونجا بازی میکنه. خب یه فیلم دیگه هم داری که منتقدین به جایزه دادن و توی جشنواره ویلایی ها. بله. اولین کاری کارگردان و در واقع کاری که خب به هر حال من یادمه که منتقدینم خیلی دوست داشتن، اما نقش دو بد دادن. ما فکر کنیم نقش یک دادن، آره نقش دو بد دادن. آره البته خب به هر حال ما سوره قاسمی رو نقش یک بله. حساب کردن که در واقع بتونه نقش بله. توی فجر خب خانم قاسمی رو دو محسوب شد، اینجا خانم قاسمی رو یک محسوب کردن. خیلی جالب. آره تو فجر خانم اینجا دو گرفت، اینجا تو دو گرفتی. آره میدونستی دو میگیری؟ میدونی اون فیلم انقدر برای من بازم از اون فیلماییه که من هرچی انتخاب میکنم انقدر دوستش دارم، غیرتی هم راجبش. فیلمی داری که دوست نداشته باشی؟ آخه من فیلمی که دوست نداشته باشم اصلا انرژیم نمیاد بازی نمیاد بازیش کنم. آره پس فیلمی نداری که دوست نداشته باشی؟ عاشقانه دوستش داشته باشم یا اگه عاشقش نباشم نمیتونم بازی کنم. اصلا اینکه چالش خیلی خوبه. خب داشتی ویلایی ها رو میگفتی؟ ویلایی ها همین، این نگاه متفاوتش به مقوله جنگ و این فرصتی که برای من بچه جنگ ایجاد شده که بتونم اون فضا رو تجربه کنم. و اینکه ما فیلم های جنگیمون خب عموما مردانه است، یعنی جبهه بوده، پشت جبهه بوده، فلان. عموما فیلم های جنگی مردانن. این فیلم خیلی برام هیجان انگیز بود که حالا ما داریم یک سری زن میبینیم به جای مرد، داریم یه پشت صحنه پشت جبهه رو میبینیم که همه زنن. خب خیلی برام درخشان بود، هم ایده برام خیلی دوست داشتنی بود و هم تجربه اون فضای فیلم جنگی در واقع برام خیلی هیجان انگیز بود. و حالا آدم خودش رو میذاره جای بازمانده های شهدا، حالا همسرانشون، فرزندانشون و همه اینا. خیلی احساساتی من میشدم گاهی، ولی خیلی تجربه دوست داشتنی بود. نه خب فیلم خوبی هم هست، بازی تو هم خوبه، بازی همه خوبه. سوریا قاسمی متفاوته، خانم ایزدیار خوبه دیگه، در واقع چی بگم دیگه، بازیگر دیگه هم همه خوبن دیگه در واقع. یعنی جز فیلمایی بود که اون سالم فیلم مطرحی شد و جز فیلمای خوب بود. آخرین فیلمی که بازی کردی که ما ندیدیم تلاست. متاسفانه من تلا رو ندیدم. تجربت با شهبازی چطور بود؟ تلا برای من یه کنجکاوی داشت، اونم این بود که من همیشه دوست داشتم ببینم آقای شهبازی چه جوری بازی میگیره، مخصوصا نابازیگر، که اصولاً هم نابازیگرهای فیلم‌های آقای شهبازی بعدها بازیگرهای خوبی هم شدن. بله بله. چی شده اینجوری شده؟ این چی شده باعث شد که بری بازی کنی؟ برم بازی بکنم. به اضافه اینکه خب ما یه در واقع دوستی قدیمی هم داشتیم، قرار بود من در عیار 14 هم بازی بکنم پیش از این، بعدها یه فیلم دیگه قرار بود کار بکنم، مالاریا، نه این مالاریایی که ساختن که باز نشد. حالا هی سرانجام تلا افتاد. بله. نقش دوست داری تو تلا؟ آره خوبه، چون آقای خوبتی یه جور قاطع نگفتی. نه خوبه آخه، میدونی ماجرا چیه؟ در واقع اون شخصیت پردازی هایی که حالا من با فیلم های خودم یه ذره هاره و یه ذره زیاده، اون جنونه نیست. آره آدم ساده تریه، آدم ساده تریه، در واقع بازاریابیه که در واقع توی بازار دارو کار میکنه. یه سری جوونن کنار هم جمع میشن و هم و حالا قصه که میره جلو. البته چیز که من با محمد شاه صحبت کردم خیلی اطمینان داشت که فیلم ارتباطی بله بله بله, بله بسیار فیلم خوبیه میکنه. نه ولی اون جنون بازیگری که عاشق نقشه‌ای که جنون داشته باشه دیگه، اون جنون نقشه که حرق آدم رو در سخت باشه.
یه فیلمی داری که برام جالبه، رفتی بازی کردی شیرین. خب البته هممون میدونیم اون فیلم چیه، شیرین کیارستمی. یه خورده راجع به کیارستمی بگو و اون لحظه ای که رفتی جلوی دوربین کیارستمی، به یاد کیارستمی. آخ 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 آخ، یعنی واقعا من فکر میکنم ای کاش، ای کاش من عقل الانم رو داشتم، تجربه الانم رو داشتم و با آقای کیارستمی آشنا میشدم. ای کاش. و هر حال روحشون شاد. ولی یک اتفاقی بر من افتاد که باز اونم جز اون اتفاقایی بود که مسیر درونی منو تغییر داد. آقای کیارستمی اومد یک دوربین گذاشت شبیه دوربین شما، یک مقوایی گذاشت اون بالا، روی مقوایی یک نقطه سیاه بود، به ما گفتش که به این نقطه نگاه کنین و تصور. تنها بود یا کسی دیگه بود؟ نه، همینجوری سالن سینمایی نشسته بودیم هی پشت هم. مثلا پشت من یه بازیگر دیگه بود که بعد از من میومد جلو، من میرفتم پشت اون میشستم، این هی ما جاهامون رو با هم دیگه عوض میکردیم. ولی خب آها، یک ساعتی همون بالا بود که مثلا تایم میگرفت که مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه تو تخیل کن. من بازیگر جوونی بودم، یعنی هنوز تجربه این شکلی نداشتم که انقدر تخت بتونم این تخیله رو بکنم. و اون لحظه باورتون نمیشه، من تازه اونجا فهمیدم بازیگری چقدر مقوله سختیه. من به این نگاه میکنم چیو تصور، با خودم چیو تصور. نگفته بود اون پرده چی داریم میبینیم، هیچی به شما نگفته بود. تو تخیل کن هر چی میبینی. آره، دوست داشتی گریه کن. نه، گفت اصلا اگه فکر کن الان داری یه صحنه عاشقانه میبینی یا یه صحنه مثلا تراژیک میبینی یا هر چیزی که هست، تخیل کن. دوست داشتی گریه کنی، دوست نداشتی نکن. و خب خنده رو خیلی پیشنهاد نمیکنم، ولی دوست داشتین هر ریاکشنی دوست داشتی بده، به چیز تخیلی. تو چه ریاکشن دادی؟ به چی دادی؟ من بیشتر بیشتر تو خودم شوک شده بودم، چون اصلا با همچی چیزی مواجه نشده بودم. و بعدها فهمیدم که تخیل برای بازیگر و تجسم و تصور و همه اینا چقدر ارکان مهمی هستند که باید در لحظه به صورت مثل دکمه اتوماتیک بدن بشه دکمهش رو زد، بشه دکمهش رو خاموش کرد. اینقدر فوری فرصت وجود نداره. این فرصت جلوی دوربین آقای کیارستمی شاید در حد 1 دقیقه است و این 1 دقیقه تو باید بهترین خودت باشی. این خیلی حیرت انگیزه و برای من تو سینما برام یه درس خیلی بزرگی شد. متاسفانه بعدها نتونستم خیلی باهاشون در واقع معاشرت بکنم یا ببینمشون یا در واقع ازشون چیزی یاد بگیرم، چون دیگه فرصت همکاری پیش نیومد. ولی اتفاقا جزو کسانی هستن که من شاید هر ماه یه مروری بر آثار دارم، آثار آقای کیارستمی رو میبینم و کیف امروز میفهمم چی شد. ولی اون روز این حسو نداشتی؟ اصلا اون روز نه، اون روز من کیا بودن اونجا بغل دسته؟ بازیگره کی بودن؟ یادمه که خانم تهرانی بودن، چون فکر میکنم که دستیار آقای کیارستمی هم بودن به یه نوعی، یا حالا یه هماهنگی هایی رو انجام میدادن. من اون روز خانم تهرانی رو یادمه. غیر از خانم تهرانی کس دیگه نگرده؟ نه. آه. اون بازی نمیکرد، اون نظارت میکرد مثلا؟ آره آره آره، چیز میکرد. یعنی در واقع از این بازیگر دیگه که بعدها ما تو فیلم دیدیم، اونا هیچ کدومشون پشت سر تو نشسته بودن، قدیمی یا جدیدی؟ من یادم نیست حقیقتشو بخوام، فکر نمی کنم. نه، و اصلا تخیل نکردی وقتی اون نقطه سیاه دیدی؟ چرا، تمام تمرکز و تلاشمو کردم ولی انگار که با یه چیز ناشناخته من شخصا مواجه شده بودم که بعد نمیدونستم که قراره این به کجا ختم بشه. یعنی تجربه شیرین آقای کیارستمی، فیلم شیرین، قراره که چی بشه. یعنی بیشتر سوالم نکردی؟ پر از سوال بودم ولی نه، سوالم نکردم. نه. اگه سوال میکردی جواب میداد؟ فکر میکنم آره. یا میگفت نه تخیل کن، همینطوری هر چی دوست داری تخیل کن، جواب خاصی به تو نمیداد؟ چون بعداً ما شما فهمیدین که یک فیلم اونجا داره. آره، ما بعد یه فیلمی داره نمایش داده میشه که بله. دوبلم شده، دوبلورا دارن صحبت میکنن. بله. آره اونجا. بله، خب بهار شیرین هست و تجربه یه که تو کیارستمی رو دیدی. بله. باش حرف زدی. بله. و اینقدر. بله. تئاتر هم کار کردی؟ بیشترم با آروند دشتارهای کار کردی نیست که دارم؟ من با آروند دشتارهای فیلم کنم 2-3 تا کار کردم و خیلی تجربه های دوست داشتنی بودن برام. تئاتر هم دوست داری؟
به هر حال من فکر کنم تئاتر همین اخیرا هم نمایش داشت من ندیدم جنایت مکافات. آره تو تالار وحدت هم تالار وحدت شما کارهای آقای ثروتی هیچ وقت دنبال نکردید؟ من نمتاسفانه میگن کارگردانه ای که بین نهایت دوست داشتن میگن کارش خیلی تو خیلی به من گفتم برو نرفت نتونستم برم ولی کاره میگن خیلی طولانی بوده یه کمی طولانی بود زبانش در واقع. آره تو نقش چی بازی میکردی تو جنایت مکافات؟ ما جنایت مکافات من نقش خواهر راسکولنیکوف دونیا. راسکولنیکوف چی بازی میکرد؟ بابک حمیدی. بابک حمیدی هم بازی میکرد و چقدر درخشان. تجربه خوبی بود این جنایت مکافات. باز رضا ثروتی برای من شبیه امیرحسینه، یعنی من انقدر مرور کردم و کارهای قبلیشو همه رو تقریبا دیدم، بی نهایت کارگردانیشو دوست دارم، نگاهش رو دوست دارم، کارگردانیشو دوست دارم. بازم رضا برای من از اون دست کارگردانهایی که یک جادویی رو میاره روی صحنه که رو حساب حرف دیگران که میگن طولانیه این کارو نکنین که نرین یه کاری رو ببینین. چقدر من بگم خدایا. آره جالبه، یعنی واکنش هایی که میاد بیرون که کاری کم طولانیه کم خسته کننده است، یا مثلا از این چیزا میاد بیرون. من که ندیدم قضاوتم نمی کنم، قضاوتی هم ندارم، ولی قضاوتی که از دیگران نه مثلا یک کار درخشانی که رضا کرده بود که متاسفانه به لحاظ فنی تالار وحدت در واقع این امکان رو برای ما ایجاد نکرد، حالا نمیتونم بگم لزوما تقصیر تالار وحدت بوده ولی به هر حال این امکان ایجاد نشد، این بود که کل دکور ما که سه طبقه در واقع خونه راسکولنیکوف میشد و خونه بازرس میشد، پایین کافه میشد، همه اینا روی سنگردون میچرخید و توی زوایای مختلفی استاپ داشت و راسکولنیکوف هرگز از صحنه بیرون نمیره و با دوران در واقع چرخش دکور این هزیان و مالی خولیایی و سرگیجه راسکولنیکوف در میومد که متاسفانه این چرخش اتفاق نیفتاد که اگر میافتاد خیلی در واقع قنای بصری کار جز نمایشی که دوست داری بازیشو دوست داری دیاره. خیلی زیاد بر جز کاری که دوست داری. تنز الان وضعیت بازیگری رو با توجه به اتفاق با شرایط نسل‌های تازه که اومدن به هر حال شما هم جزو نسلی، شما یک نسل عقب‌ترین، دیگه نسل دیگه بعد از شما اومدن، نسل‌های جدیدی چگونه می‌بینی؟ یعنی نسل‌های تازه رو و اصلا وضعیت بازیگری زن رو چگونه می‌بینی؟ ببینید من فکر میکنم که ما داریم یک دهه رو پشت سر میذاریم و طبیعتاً دچار یک آنبالانسی شدیم که این آنبالانس خودش رو پیدا میکنه، جاشو دوباره پیدا میکنه و در واقع مسیر خودش رو ادامه خواهد داد قطعاً. ولی من فکر میکنم که همون جوری که توی در واقع زندگی هم باهاش مواجهیم یک کمی از ژرف نگری آدم ها کاسته شده و یک کمی ریتم و تنپوی زندگی معاصر روی روحیه در واقع تماشاچی و مخاطب رو هم تاثیر گذاشته و هم روی فیلمسازهایی که دارن کار میکنن. خب این ریتم و تنپو طبیعی هم هست برای اینکه با حوصله مخاطب باید سازگاری داشته باشه، ولی من عمیقا باور دارم که نباید از اون ژرف نگری کاسته بشه و شرایط اقتصادی ما قاعدتا تاثیر داره. یک کمی فیلم ها مرد محورتر شدن نسبت به گذشته. گذشته منظور یه دهه قبل، یک دهه قبل تر، اونم باز من فکر میکنم که شرایط سیاسی اجتماعی سیاسی اجتماعی خیلی دخیله، شرایط اقتصادی، تحریمایی که شدیم، همه اینا خیلی دخیله. یک دوره فیلم ها زن محور بودن، یه دوره خیلی خوب فیلم ها زن محور بودن. بله 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 دقیقاً درست میگی، یعنی ما سوپر استار شما هم تو اون دوره وارد شدین، همتون تو اون دوره وارد شدین. الان شده دوره مرد محور، الان یه کمی مرد محور تره، ولی میگم این عدم بالانس دوباره پیدا میشه. من فکر میکنم یکی دو سالی ما این فضا رو داریم ولی دوباره به یک استیبلیتی میرسیم. به عنوان یه بازیگر من فقط یه نکته رو میخوام بگم، اونه که کاش که تو همین تجربه ها در واقع بازیگرهای کمی در واقع سعی بکنن، بازیگرهای جوان سعی بکنن که پختگیه و تجربه بهشون کمک بیشتری بکنه. صرف اینکه کار میکنن، زیاد کار میکنن، از این فیلم تو اون فیلم، همه اینا، این کثرت کار کردن باعث نشه که کیفیت کارشون بیاد پایین و قطعا هم این اتفاق نخواهد افتاد و این تجربه بهشون کمک خواهد کرد. بازیگر نسل خودتو چگونه میبینی؟ نسل خودت، نسل قبل‌تر رو؟ من فکر می‌کنم ما هدفمندتر بودیم،
یعنی دوره ای که من یادم میاد، حالا مثلا خانم علی دوستی بوده، گلشیفته فراهانی بوده، بله بله، پگاه آهنگرانی بوده، باران کوثری بوده. ما نسلی هستیم که فکر میکنم به دلیل شکل زیستی متفاوتی که در دوران جوانی و نوجوانی و بعد دانشگاه و اینا طی کردیم با نسل الان خب خیلی متفاوت بود، ولی ما نسل هدفدارتری هستیم، یک کمی ژرف‌اندیش‌تر بودیم، یک کمی عمیق‌تر میدیدیم و واقعا سینما برای ما ساحت مقدس تری داره انگار. یعنی احترامی که ما برای سینما قائلیم خیلی احترام زیادیه و کیفیت برامون خیلی مهم بوده، ماندگاری برامون خیلی مهم بوده. به هر حال شما خوب خودتون بهتر میدونید هر دهه‌ای که عوض میشه میتونه یک موجی رو ایجاد بکنه که یک بازیگرهایی بیان، یک بازیگرهایی برن، ولی اون بازیگرهایی که با این موج دوباره خودشون رو پیدا میکنن و سوار موج میشن تا بتونن به اون ساحل برسن، این خیلی مشقت میخواد و برای بازیگرهایی که دهه‌های متوالی موندن خیلی کار سختی بوده به نظر من. تو بازیگری که دهه‌های مختلف موندن چه بازیگری تو ذهنت مونده؟ حقیقتاً بخواین من از موقعی هم که شروع کردم، خب سوپر استارای زمان خودمونو که خیلی دوستشون دارم خیلی زیاد، خانم کریمی، خانم هدیه تهرانی، ولی برای من مثلا سوسن تسلیمی یا خانم معتمداری به شدت قابل احترامن و به شدت دوست داشتنین و من واقعا ازشون چیز یاد گرفتم. مثل مروری بر آثار آقای کیارستمی، خیلی موقع ها من مروری بر آثار کردم واقعا. هر دو تا این بازیگر رو؟ بله بله. تو کاری سوسن کیری چه فیلمی چیز دوست داری؟ چریکه تارا رو خیلی دوست دارم. خوب شخصی ترین خیلی دوست دارم. بله. ماجیان رو خیلی دوست دارم. آره آره. چریکه تارا رو گفتی خیلی خیلی شخصی دیاره. بله. تو فیلم های فاطمه معتمداری ها؟ رو سریابی رو خیلی دوست دارم، ننه گیلانه رو خیلی دوست دارم. خانم معتمداری ها ماشالله فیلم های خوب خیلی زیاد دارن. کاملا درسته. رمان میخونی؟ بیشتر فلسفه میخونی؟ بیشتر فلسفه میخونی. رمان کمتر میخونی؟ فلسفه خیلی سخته ولی میخونی. خیلی خوبه. فیلم خارجی میبینی؟ خیلی زیاد. آخرین فیلمی که دیدی؟ الان چون توی مروری بر آثارم، هانکه میبینم، چیز میبینم، فونتریه میبینم، سریال خیلی میبینم. چرنوبیل دیدی؟ چرنوبیل رو متاسفانه ندیدم. من تا How Get Away With Murder وایسادم، چون سریال آدم غرق میکنه یه هو. یعنی بعد یک فراغ بالی داشته باشه. بازی تاج تختی که دیدی؟ نه همش. نه. ندیدی؟ اون جز به چیزایی که هنوزم که هنوزی جلومه ها. ندیدی هنوز؟ نمیتونم. نمیدونم چه. همه مثلا دیدن. پیجی بلایندرز دیدم، کیف دیدن. کردم. ولی نمیدونم چرا من اینو ندیدم. گیم آف ترونز رو هنوزم که هنوزی نسبت به دیدنش گارد دارم. نمیدونم چرا. بازیگری که دوست داری تو خارجی یا بازیگر زن کیه؟ مریل استریپ. خیلی قدیمیه. جدیدتر چی دوست داری؟ نه واقعا. تو همون مریل استریپ بودی؟ آره. مریل محمد دوست داری؟ این جنیفر بازیگر نسل ما نمیشه. بازیگر نسل جنیفر لارنس میشه. درست میگم، مرسی. اونم دوستش دارم. بس بازیگر مرد تو خارجی ها؟ مردا بیشترن برام انگار. تام هاردی رو خیلی دوست دارم. جک نیکلسون رو خیلی دوست دارم. آل پاچینو رو خیلی دوست دارم و باز تو جوانترا متیو مکانهی رو خیلی دوست دارم. این آقایی که جوکر بازی کرده رو خیلی منتظرم که ببینم که یه کاری با شهاب حسینی کردی تو. بله. شهاب کار عجیبی هم هست. تجربت با شهاب چطور بود؟ خیلی خوب. فیلم رو دیدی؟ فیلمو دیدم آره، ولی من میدونید چیه، من باز همین حرف راجع به امیرحسینم میخواستم بزنم. من کسایی که در واقع دغدغه مند سراغ دغدغه های درونی و شخصیشون میرن و مهم هم نیست تماشاگر دوست داشته باشه. نه واقعا، چون دارن تجربه میکنن و دارن خودشون رو تو کار میذارن. معتقدی اینا باید تجربه کنن و کاری نداشته باشه؟ بله. و اتفاقا ما باید حمایت بکنیم از این در واقع این تفکرهای مستقل، چون شهاب بازیگر درخشانیه. اینکه حالا اومده توی کارگردانی داره تجربه میکنه، بذاریم خودش به نتیجه برسه که درسته یا غلطه. اینکه ما بخوایم هی از پشت بهشون مسیر بدیم کار اشتباهیه. اگه من بیام یعنی اشتباه تماشاچی الان ماست که هی میخواد به امیرحسین ثقفی بگه که قصه تعریف کن، قصه تعریف کن.
اصلا فضای اون آدمه رو داریم میبریم به یه جایی که نه دینش رو میتونه داشته باشه نه دنیاشو. بذاریم تجربیات خودشو بکنه، حمایت کنیم و حفاظت بکنیم از این دغدغه‌مندی های شخصی. و خب شهاب به نظر من بازیگر بسیار عمیقیه، بسیار دغدغه‌منده، زندگی پرچالشی داشته و همه اینها فکر میکنم من به زیست این آدم بی نهایت احترام میذارم، به مسیری که اومده بی نهایت احترام میذارم و بازیگریش به شدت برای من دوست داشتنی و قابل. بازی اونو بیشتر دوست داری نویدو؟ قابل مقایسه هست؟ هر دوشونو دوست دارم ولی با راستشو بخواین شهاب برای من یک ویژگی روحی ذاتی داره، یک احساساتی داره. نوید کمتر من میتونم توش این احساسات رو کشف بکنم. نوید خیلی تکنیکاله، خیلی در واقع بسیار بازیگر موفقیه، اصلا در این تردیدی نیست، ولی من اون یه وجوهات حتی سایه‌گونه‌ای، یک وجوهات تاریک وجودی شهاب رو دوست دارم و فکر می‌کنم بهش یک عمق خوبی میده. تو بازیگر خیلی قدیم کیردسته تو ایرانیا، بهروز وثوقی رو دوست داشتی بازیش رو؟ قطعاً بهروز وثوقی رو دوست داشتم. خسرو شکیبایی رو یادش بخیر، بی نهایت دوستش رو یادش بخیر. و کدوم بازیش رو؟ هامون که بی نهایت دوستش دارم، همون سریال دوران کودکی هنوز تو ذهن من مونده. روزی روزگاری رو خیلی دوست دارم. روزگاری هم بازی میکردن. آرزو چیه؟ یه آرزویی که الان داری چیه؟ چه آرزویی داری که الان مثلا دوست داری برآورده بشه؟ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر چی دوست داری. من به نتیجه رسیدم اینکه آرزو کار اشتباهیه، برای اینکه من این لحظه‌ای که امروز اینجا نشستم میتونه آرزو باشه. من این لحظه رو باید به بهترین شکل ازش استفاده کنم. اگر ما آرزو میکنیم هی وای میستیم که یه روزی آرزوه برآورده شه. و من فهم کنم نه، من روزانه آرزو میکنم، روزانه دوست دارم که امروز این شکلی شه، امروز حالم خوب باشه، امروز این اتفاق باحال بیفته، امروز این پوله بیاد. یه ذره برام شبیه به این شده بیشتر تا یک آرزوی. قطعا برای هممون آرزوی کاریمون، هدفمونه در واقع رسیدن به جایگاهی که دوستش داریم، رسیدن به اون دغدغه های شخصیمون و توی اون مسیر حرکت کردن، اینا همه برام هم هدف هم آرزو. آرزوی امروز چی؟ همین الان آرزو چی؟ همین الان که اینجا نشستم و دارم شما رو میبینم اینقدر خوش حالم و اینقدر افتخار میکنم به حضور شما کارگردان درجه یک که باعث شدین من بازیگرشم، شما باعث شدین که من بازیگرشم. فیلم های شما آب و آتش، قرمز و کاری که شما کردین واقعا برای نسل من اینقدر هیجان انگیز و دوست داشتنی بود که من کیف میکنم، لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم که امروز کنار شما. خواهش میکنم، خیلی ممنونم خانم طناز طباطبایی. با آرزوی موفقیت برای کاری خیلی بهتر. با شما خداحافظی میکنم. از این هفته بخش خبرمون تبدیل میشه به بخش تحلیل خبر با دو تیز هوش و باهوشی که به ما کمک میکنن در واقع در این زمینه که ما تحلیل های درست و به موقع از خبرهای هفته داشته باشیم. خب خیلی خوش آمدید خانم غفاری، خیلی خوش آمدید خانم موسوی. خب یه سلامی عرض کنید با دوربین و تا شروع کنید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. من هم سلام میکنم، امیدوارم که از این هفته مخاطبین این برنامه، این بخش مخاطبین اصلی خودش رو پیدا کنه. متشکرم. خب شروع میکنید خانم غفاری. بله، یکی از خبرهای داغ این روزها آمار کم فروش فیلم ها در تابستان بود که حالا اگه بخوایم 6 ماه اول سال رو بررسی کنیم، چون الان مهر ماه شروع شده دیگه، یکی از فیلم‌های پرفروش فیلم متری 6 و نیم بود. حالا تو این 6 ماه اگه بخوایم بررسی بکنیم، سرخپوست هم فیلم پرفروشی بود به نسبت خودش. جز فیلم‌های پرفروش فیلم‌های نوید محمدزاده در حقیقت فیلم‌های مهمی بودن که فروش کردن. یعنی نقش بازیگر در بله. فروش فیلم. من فکر می‌کنم که این موضوع نیاز به تحلیل داره و انشالله ما تو این چند دقیقه‌ای که در خدمت بینندگان هستیم بتونیم به این یک نتیجه برسیم، چون در گذشته قطعا بازیگرها باعث می‌شدن مردم بیان سینما. البته نکاتی هم بوده، یعنی یک بازیگر ستاره‌ای بوده که بعداً فیلمش اکران شده و نرفتن. ما همین تو تابستون امسال فیلم از بازیگر ستاره سال‌های قبل داشتیم که فروشی نداشته
اینها باید روش بررسی بشه و فکر می‌کنم در مقاطعی وقتی اسم نبری همه کنجکاو میشن در واقع می‌خواین استفاده ولی به نظر میاد بهتره نبریم. ما پرفروش‌ترین فیلم تابستونمون 6 میلیارد بوده که به نسبت دو تا فیلم بعدیش که دو تا ستاره سینما توش بودن 3 میلیارد فروخته و این نشون میده که خب فیلم متری 6 و نیم که از اول سال داره اتفاقی وقتی میگی ستاره یعنی بازیگری که اسمش روی سردر و مخاطب رو میکشونه یعنی اون اسم میکشونه بعد فیلم ادامه میده در واقع این شکلیه دیگه در واقع ستاره. فکر میکنم کارکتری که نوید محمدزاده تو فیلمهاش داشته یه وقتایی برای مردم خیلی دلچسب بوده و یعنی استقبال کرد چون نوید هم در کارنامه کاری خودش فیلمهایی رو داره که فروش نکردن ولی خب اوجش از سال 94 شروع میشه که با ابد و یک روزه که 11 یعنی میلیون با ابد یک روز ستاره میشه یا با عصبانیستم که به موقع اکران نمیشه عصبانیستم سال 92 تو جشنواره نمایش داشت که حالا سیمرغی هم قرار بود به نوید داده بشه که همچنان خودش معتقده که این سیمرغ بهش داده نشده و سال 97 این فیلم اکران شد یعنی سال گذشته سیمرغو دادن واقعا عطاران بله خود آقای عطاران اومد گفت ملاقات نمیشه بله و در حقیقت این بارم که نوید سیمرغ گرفت گفت که من یک سیمرغی داشتم که این سومین سیمرغمه بعد از بدون تاریخ امضا و بعد از فیلم سو. من فکر میکنم که نوید یه سری کاراکترشون شبیه هم شده بود و نقاط مشترکی داشت که برای مردم جذاب یعنی اوسیانگری یعنی یک روز تبدیل به ستاره شده به نظر یعنی از ابد یک روز اونجا چهره شده سال 94 که ابد یک روز 11 میلیارد خورده فروش میکنه بعد خشم و هیاهو اکرام میشه و بعد لانتوری لانتوری خشم و هیاهو نمیفروشه نه خشم و هیاهو نمیفروشه ولی سالیه که سه تا فیلم نوید محمدزاده داره خشم و هیاهو ابد با همون تو عید نوروزه بله خشم و هیاهو 1 میلیارد میفروشه ولی لانتوری بیش از 6 میلیارد میفروشه که باز به نسبت ابد و یک روز کمتره خب خیلی کمتره و من فکر می‌کنم یک کاراکتر اوسیانگری که داره و یک نوع چیز اجتماعی که تو فیلماش هست باعث میشه که برای مردم جذاب شه همونطور که میرسیم به متر 6 و نیم و میشه 27 میلیارد فروش میکنه یه درصد زیادی از متر 6 و نیم مدیون در واقع نوید محمدزاده است نمیشه اینو دقیقاً حتما گفت چون اون چهرهای دیگه هم تو اون فیلم هست پیمان مادی به هر حال اون سوژه و چالشی که وجود داره اون تلخی فیلم ولی یه استثنایی که در فیلم میفروشه یه وقتایی فکر میکنم داره جواب میده شاید من خیلی ها رو دیدم که متر 6 و نیم به خاطر نوید محمدزاده رفتن یعنی آدمهایی که حالا مخاطب جدی سینما نیستن و یه جوری براشون یعنی جذابه یعنی باعث کشوندن تماشاگر عادی به سینما میشه و امیدوارم خانم موسوی همین اعتقاد داره بله قطعا همینطوره شما همون سال هم اگر دقت کرده باشیم برای ابد و یک روز نوید جایزه رو گرفت دیگه و اینو به مخاطب یعنی به نوعی مخاطب براش این ثابت شد که خب نوید براش توی این فیلم کاراکتر مهمتریه حالا چه دوری گرفت بله جو درسته که آقای معادی و اینها کاندید شدن ولی خب چون جایزه رو که میگیره انگار یه سهه‌ای روش گذاشته میشه مبنی بر اینکه داورا و اگر یادتون باشه همون سال هم عنوان شد که داورها با مردم نظرشون یکی بود چون که رعیا تقریبا شبیه هم بود دیگه اون سال ابد و یک روز سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران هم گرفت فکر کنم البته اون سال سه تا فیلم داشت من میدونم مثلا لانتوری بله بله سال 96 مقصها رو هم داره که شبیه همین فضاست اونم پرفروش میشه یعنی اونم هولوش 12 میلیارد نزدیک 13 میلیارد فروش میکنه اون سال یه فیلم های دیگه هم داره نه 96 مغز ها رو داره فقط و سال 95 بدون تاریخ امضا و خفگی رو داره که بین اون دوتا هست بین سال 94 و 96 که دوتا فیلم خیلی این دوتا به اندازه اون دوتا نفروختن نه دوتا. خب بدون تاریخ براش ولی خیلی جایزه داشته هم جایزه فجر رو داشته هم جایزه آسیا پاسیفیک رو داشته و هم جایزه در واقع ونیز رو داشت و تو داخل هم خیلی جوایز رو گرفت جشن خانه سینما یعنی بیشترین جایزه ها رو نوید برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا گرفت با اینکه اون 4 میلیارد خورده ای فروش کرد یعنی فروش عجیب غریبی نداشت همین می‌خواستم یه اشاره بکنم به اینکه فیلم خیلی زمان بعدی هم اکران شد اگه یادتون بله. بدون تاریخ بدون امضا از زمان تولید خیلی گذشته بود از زمان جایزه ها خیلی گذشته بود و من فکر کنم که بعد از جشنواره فجر اکران شد توی تاریخی که خب مردم به واسطه اینکه خب خیلی فیلم دیده بودن توی اون سال اسفند بود فکر می‌کنم فیلم اکران شد بعد جشنواره خیلی زمان خوبی برای اکران فیلم‌ها نیست
البته که نماینده ایران که بعد در جشنواره اگه بخوره به عید زمان خوبیه. بله ولی من فکر کنم که این اتفاق براش نیفتاد و اینکه اگر باشه نماینده ایران در اسکار هم بود دیگه همسال. شاید الان با فاصله بیشتر بتونن این تحلیل بدن که چرا این اتفاق میفته. شاید هم میگم یه سری یعنی فیلم‌های پروپاگاندا. یعنی ما میتونیم با کارگردان فیلم صحبت کنیم راجع به آره حتما ما یه ارتباطی میتونیم با آقای جلیلوند لقب آقای وحید جلیلوند داشته باشیم. با کارگردان بله داشته باشیم. الان میتونیم بچه ها تماس میگیرید با آقای وحید جلیلوند؟ خب شما توضیحتون رو بدین تا تماس بگیرید. بله. در ادامه همین ماجرا آره در حقیقت یعنی شما معتقدید الان یک با هم اکرام شده بودن یادتونه بله. دیگه بله با گفتم یعنی با هم معتقدید که فروششون برابره آقای نوید محمدزاده ستاره ای که اسمش بالای سردر سینما تیزر آنونس فضای مجازی بله. تماشاگر رو میکشونه بخاطر همین تکرارهای هم یعنی خیلی ها دیالوگاشو تکرار میکنن مثل فیلمایی که قبل انقلاب اکرام میشد و یه سری مردم باش همراه میشدن دیالوگاشو تکرار میکردن من اینو دیدم یک مقایسه هم خوندم یه آقایی نوشته بود بین ایشون و بهبود وثوقی یک مقایسه کرد تحلیل مقاله رو نخوندم تحلیل نخوندم بله حتی چند تا طرح گرافیستی هم اومد بیرون که از بازیگرای قبل انقلاب و بعد انقلاب و عکس مثلا آقای وثوقی بود آقای ملک مطیع بود اینا بودن با مثلا نویدم تو همون عکس بود آها یعنی بله. گفته بودن مثلا ناصر ملک مطیع فردین بهروز وثوقی نوید محمدزاده بله البته یه بازیگر دیگه ای هم بود شهاب حسینی کنارشون بود بله. خب ما قبل از اینم ستاره در واقع قبل از نویدم داشتیم البته خب قطعا بله داشتیم ولی خب متاسفانه سینما ایران ستاره هاش میسوزن و این به خاطر نقشای تکراریه که با بازیگر رو پیشنهاد میشه من نمیدونم نوید اگه قرار باشه تو این کاراکتر نقشای تکراری یا به پایان دوره است و تغییر شرایطه من به نظرم نقشا و تیپ‌های مشترکه و خیلی هاشون سعی میکنن اون کاراکتره بیان بیرون ولی نقشی که بهشون پیشنهاد میشه اون ظرفیت اونا چون به طور خیلی خلاصه اگر بخوایم یک مرور بکنیم تا زمانی که آقای جلیلوند میان رو خطمون اولین کسی که یه خورده ستاره میشه و تقریبا ستاره میشه آقای در واقع جمشید هاشمی‌پوره آقای جلیلوند رو خط هستن آقای جلیلوند صدای منو میشنوید بله سلام الو آقای جلیلوند صدای منو میشنوید بله من صدای شما رو دارم آقا سلام عرض میکنم خیلی لطف کردید آمدید روی خط تلفن ما خیلی متشکرم خیلی ممنونم یه تحلیل خانم غفاری داره که اون بر اساس اون تحلیل میخواد از شما سوال کنه و ما آماده ایم که ایشون بپرسه و ما جواب شما رو بشنویم بفرمایید سلام آقای جلیلوند واقعیتش ما درباره حضور نوید محمدزاده در سینمای ایران و اینکه باعث پرفروش شدن فیلم ها میشه بحثمون داشت اتفاق میافتاد و فیلم شما فیلمی که نوید به خاطرش خیلی جوایز مهمی رو گرفته اما فروشش به نسبت فیلم های دیگه نوید فروش ایدئالی نبوده اول از شما میخواستم بپرسم که خودتون دلیل این اتفاق رو چی میدونین؟ آیا زمان اکران بوده یا یا فضای دیگه باعث شد که فیلم شما اونقدر به نسبت حالا حضورهای بین‌المللیش داخل ایران فروش نداشته باشه به اون نسبت؟ البته فروش داشته فروش خیلی خوب ایدئال فروش خیلی بالا نداشته بعد بفهم از کنم خدمتون که من با دو تا سوال مواجه هم یکیم که دلیل در حقیقت فروش نوید یا جلوه نوید یا ستاره شدن نوید چیه و دوم که دلیل کم فروختن یا پرفروغ نبودن فروش فیلم من چیه کدومش پاسخ بده واقعیتش من سوال دوم اول ازتون میپرسم اینکه به هر حال ما میخوایم بدونیم که فیلم های نوید پرفروش بوده و پیش بینی میشد سوال اول جواب بدن آره. نوید چقدر تاثیر داره بعد سوال دوم جواب آیا سال اول جواب بدین آقای جلیلوند که آیا نوید میتواند در فروش یک فیلم تنها عامل موثر باشه یا عوامل دیگه یا موثر؟ قطعا خیلی از عوامل موثر هم یعنی شما اگر دقت بکنید که همطور که خود شما نوید انتخاب کردید و در فیلمتون بازی کرد عموما نوید در جایی حضور داره که اون فیلم فیلم خوبیه فارغ از فیلم من در اون فیلم خودم الان حرف نمیزنم خیلی فیلم خوبی دارین آقا به حد بزنین از این لطف دارین شما ولی نوید این خوش رو داره و این خرافت رو داره برای اینکه در جایی حضور پیدا بکنی که اون فیلم فیلم خوبیه یعنی در کنار حضور مؤثر نوید به عنوان یک ستاره مجموعه عوامل در حقیقت تشکیل دهنده اون اثر هم مجموعه عوامل درستی هستن و به جان به همین خاطر خب حالا نوید
دلت چندین برابر میشه و طبیعتا به فروش فیلم هم خیلی کمک میکنه. اینکه چرا فیلم من نفروخت، خب عوامل مختلف باشه. آقای دویدانی احتمالا باید خاطرشون باشه، من خاطرم میادش که ما یک شب با لحاظ اینکه کف فروش رو هم پر کرده بودیم و با لحاظ اینکه شورای صنفی هم به ما تعهد داده بود که چنانچه کف فروش پر بشه شما به عید میاید، ولی یک شب خوابیدیم و صبح بلند شدیم از 127 سینما یهو تبدیل شدیم به 13 سینما. خب این دیگه خیلی ربطی نمیتونه به نوید یا دیگری یا دیگری یا فیلم یا چیزایی دیگه داشته باشه. همه تقریبا الان میدونن که اون پشت یه خبری هستش برای اینکه فیلم بفروشه یا فیلم نفروشه. فارغ از اینکه طبیعتا یه اثر خوب و یه ستاره خوب و عوامل دیگه میتونن محصر روشن به اینکه فیلم جلوهی بهتری بکنن. یعنی در حقیقت آقای جلیوند شما معتقدین که یک عده نخواستن فیلم شما فروش بکنه، که احتمالا این عده از پشت پردهایی که حالا در مافیای پخش و اکرانی که همیشه میگیم منظورتون هست؟ ببینید من توهم توطئه ندارم. یک فیلم زمانی که شروع میشده در حقیقت اکران، در شب اول رکورد در حقیقت تاریخ سینما رو میزن. ما شب اول 25 سانت فوق‌العاده داشت در شب اول اکران، به این روند حفظ میشه. در سه روز اول ما 1 میلیارد تومان میفروشیم، در هفته اول باز به همین نسبت. سه هفته فیلم اکران، دقیقا فیلم ما سه هفته اکران بود. بعد از سه هفته حدود 6 میلیارد تومان فروخت. بعد یهو سالونش از 120 تا 27 سالون تبدیل میشه به 13-14 سالون. خب من باید چه تصور دیگری بکنم؟ با لحاظ تعهد شورای صنفی به این که فیلم شما چنان چه کف فروش رو پر بکنه، که اون زمان فیلم ما دو برابر کف فروش رو پر میکرد، با لحاظ این که فیلم شما کف فروش رو پر بکنه، اجازه حضور در اکران عید داره. دقیقا 25 اسفند فیلمانو کشتن بعد از 3 هفته. زیاد بله تحلیلیه اتفاقی بود که افتاد. به هر حال بله همین تحلیل درسته، ولی خب آقا چرا فیلم دیگه نمیسازین؟ چرا فیلم بعدیتون شروع نمیکنین آقا؟ من حقیقتش هایی که یعنی مشغول نوشتنم، یه ذره کندم، من کلن یه ذره کند نمیسن و سال گذشتم در حقیقت بیماری پدرم یه مقداری در حقیقت باعث شده که سعی کنم بیشتر به ایشون برسم. به همین خاطر عملا خیلی نمی نوشتم. الان مجددا مشغولم و دارم. امسال شروع میکنید یا میفته به سال آینده؟ اگر خدا بخواد ایشالله شاید انتهای سال بریم پیش تولید، ولی تولیدمون قطعا سال دیگه. ما خوشحال میشیم که اثر بهتری و خوبتری از شما ببینیم و همچنان منتظر دیدن فیلم های شما هستیم. خیلی ممنونم که آمدید، خیلی متشکرم. شما هم خداحافظی بکنید. مرسی آقای جلیل و ممنون. قربونتون برم. مرسی. درستی کردنشون و حالا همونطور که من اشاره کردم تا اکران عید نرفت فیلمشون. آره من یادمه. بله تحلیل درستی کردن، ولی خب یه نکته هم گفتم برای تکمیل تحلیل شما که نوید میره توی یه فیلمی که عوامل خوب هم داره، فیلمنامه خوب هم داره، کارگردان هم هست، بازیگرای دیگه هم هستن و این کمک میکنه به فروش چیز. نکته دقیقی هست به دلیلی که تنها ستاره نمیتواند حرف اصلی رو بزنه. ستاره میتونه تماشاگر اول بکشونه، اما بعدا باید عوامل دیگر هم موثر باشه. ما تو امسال غیر از نوید ستاره دیگه ایم داشتیم؟ ستاره که فروش بکنه آره. فیلمش؟ خب من اگر که اجازه بدیم به اشاره کنم به اکران 6 ماه اول سال میتونیم در موردش صحبت کنیم. همچنان باید تاکید کنم که درست متری 6.5 با 27 میلیارد بالاترین میزان فروش رو داشته. به قول خودشون حتی رکورد ابد و یک روز هم زده توی تعداد مخاطب. ولی بعد از اون ما باید به فیلم تگزاس 2 اشاره کنیم و فیلم خانم نرگس آبیار شبی که ماه کامل شد.
خب به هر حال اگر که بخوایم به اینا نگاه کنیم، یک فیلم از جنس کمدی، یک فیلم از جنس حالا ژانر. تگزاس دو چقدر فروخته؟ تگزاس دو چیزی که توی سینما تیکت زده و منم تحقیق کردم 24 میلیارد فروخته. خب یه چیزی که جای دیگه هم زدن وجود داره مثلا شو... بله ولی بله خب همون 24 میلیارد 24 میلیارد بله که البته که نسخه شاکی سینما تیکت که دروغ نمی‌نویسه دیگه. نه بعید میدونم بله چون من زنگ زدم تماس آنلاین میذارن. آره آنلاین چون ببینید نمیشه دست پا چون آنلاین شما خرید میکنین همونجوری هم آنلاین میره فروش. به غیر از چند تا سینما تو شهرستان که آنلاین نیستن همین. بله خوشبختانه بله. از وقتی که این سایت سینما که خود مؤسسه سینما شهر و سازمان گذاشتن خب اونا هم آنلاین میدن. یعنی خب اونا فروششون چقدر الان تگزاس؟ همون حدوده، یعنی خیلی فاصله ای نداره. فاصله نداره. ببینید فاصله داره دیگه. نه خیلی فاصله ای نداره. ببینید حتی خیلیش جالب بود. حتی فروش روزانه این دوتا فیلم، فروش هفتگی این دوتا فیلم هم به هم نزدیک بوده. یعنی اگر که حساب کنیم جفتشون تقریبا با درصد خیلی کمی فروش هفتگیشون با هم تفاوت یعنی داشته. یعنی شبیه که ماه کاملشون؟ نه نه نه، متری 6.5 و تگزاس 2 چون دقیقا رقیب محسوب میشن. ولی خب به این توجه کنید که اون فیلم کمدیه و عمدتاً فیلم های کمدی فروش بیشتری داشته تو این چند سال اخیر. بله خب عمدتاً. و در نسخه حتی شبکه خانگیش هم من شنیده بودم که خیلی با استقبال روبرو شده. البته متری 6.5 در نسخه شبکه خانگی خیلی با استقبال روبرو. بله بله میدونم، منظورم اینه که تگزاس هم همینطور فاصله ارزش خیلی کم بوده. یعنی چون نسخه قاشقش در من سریع عرضه کردم، فکر میکنم خیلی مردم حتی اونایی که رفته بودن هم دوباره دیدن. من سریع با آقای محسنی صحبت کردم با دیگر دوستان، همشون معتقد بودن بسیار فروش بالایی داشته خانگیش حتی در ویودی شاره. بله بفرمایید. بعد فیلم بعدیمون میشه فیلم خب خانم آبیار شبکه ماه کامل شد که اصلا از یه ژانر دیگه، جنس دیگه است که خب اونجا ما الناز شاکر دوستو داریم و مثلا هوتن شکیبا. البته توی تگزاس به نظر من که دلایل موفقیتش در کنار حالا پیشکسوت بودن آقای مهدی هاشمی، این زوج سام درخشانی و پژمان جمشیدیه که خب این توی کارهای دیگه هم جواب داده بوده. یعنی از سریالشون تا فیلم‌های قبلی که ساخته شده بوده، خوب بد جلف مثلا یه نمونش، خب این زوج جواب میده کلا تو بحث کمدی. منظورم اینه که فقط این فیلمو نمیتونیم بگیم. رحمان 1400 هم هست که مهران مدیری و در حقیقت گلزار توش بازی میکنن. بله بله، ولی اون فیلم به خاطر اینکه زود بر 22 میلیارد برداشته شد، 22 میلیارد. یعنی اون بیشتر هم میتونست بپوشه. بله بیشتر میتونست بفروشه. بله برداشته شد که 22 میلیارد. ولی البته باز دوباره نیما جاویدی با فیلم رحمان 1400 هم جزو فیلمای پرفروش امسال. بله بله بله، رحمان 1400 میشه آقای گلزار و آقای در مهران مدیری هم میشن بازیگرانی که بله بله. تو ما همه با هم هستیم هم هستن که اونم تا یه حدی خب مهم هستیم هم میتونیم اشاره کنیم که اونم چقدر فروخته مهم هستیم؟ ما هم 10 میلیارد فروخته. یه دفعه بله خب اون البته افت کرد، نمیدونم چرا. خب به خاطر اینکه خیلی ها به خاطر بازیگراش حقیقتا فیلمو میدن. یعنی من خودم با چند نفر صحبت کردم از کسایی که سینما رو هستن، خب شما فکر کنین بالغ بر 30 تا بازیگر چهره تو یک فیلم، خب اول همه به خاطر این بازیگرا که چطور شده همه با هم یه جا میرن، ولی خب ممکنه که قصه یا حالا ما کمال تبریزی دوست داریم، خواهش می‌کنم قصه صحبت نکنید، کلا مورد توجه شما فروش صحبت کنید. 10 میلیارد بوده و این فیلم ها، این هایی که من به شما گفتم آقای جیرانی، فیلم هایی هستش که دو رقمی هست. یعنی فروشش، یعنی کیا؟ همین متری 6.5 دیگه، ما همه با هم هستیم دیگه، تگزاس 2، ما شبی که ماه کامل شد و سرخپوست. خب میشه که ما یه تماس تلفنی دیگه هم داریم. بله با آقای من صابری. با آقای صابری که حالا هم سینمادار هستن هم پخش کننده و هم تهیه کننده. یه تماسی رو قرار برقرار بشه، پشت خط هستن. بله 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 بله. آقای صابری صدای منی میشنوید؟ جناب استاد جیلانی بنده خدمت شما و کارشناسان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم و عزاداریاتون مورد قبول هفت ساله باشه در خدمتتون. مخلص آقای صابری که همیشه فعال، همیشه اکتیو، همیشه مهربان. خب دوستان سوال کنن از آقای صابری. آقای صابری سلام، موسوی هستم. آقای صابری خواهش میکنم. آقای صابری ما در مورد اکران 6 ماه اول سال صحبت میکردیم، ولی بله. مسئله سر اینه که چند روز پیش که یه سایت ها و فضای مجازی داشتن در مورد این صحبت میکردن، اکران تابستان، از این تیتر استفاده شده که اکران سرد تابستان به پایان رسید. میخواستم به عنوان حالا کسی که در این حوزه هم تهیه کنندگی انجام دادین، هم پخش هم سینما داری، میخواستم تحلیل خودتون رو بدونم و اینکه حالا این تابستان که اصولا خیلی تابستان همیشه فروش های خیلی خوبی داره،
شما پیش بینیتون چیه و چقدر میخوام بدونم آیا بازیگران تو این فروش ها تاثیر دارن یا ندارن؟ من اول یه نکته رو هم خدمت شما هست که مثلا ما بعد در مکتب آقای جیلانی دست بست. خواهش میکنم قربان. اما واقعا ما در سینما مخاطبین ثابت کردن بس براتون آنچنان مهم نیست. وقتی شما یک فیلم خوب رو زبونه پرده سینما میکنید یقین بدونید با استقبال خوب مخاطب. میخواد این فیلم خوب در اسفند ماه که این نظر بنده رو مستند من ثابت کنم چند تا فیلم بودن حالا فصل اسفند رو فصل مرده سینما ایران میدونستن، اما مخاطب ثابت کرد اگر فیلمی باشه که بتونه نظرش رو جلب کنه برای مخاطب فصل و زمان تاثیر آنچنانی نداره. و خب همینطور که شما اشاره کردیم ما امسال نوروز بسیار خوبی رو داشتیم، نوروز خوبی رو شروع کردیم، اما متاسفانه منجر شد به توقیف فیلم رحمان 1400 که این فیلم میتونست رکورد فروش ابلاز ریالی سینما رو جابجا کنه. آقای صابری از نظر شما رحمان 1400 فیلم خوب تلقی میشد؟ ببینید آقای جیلانی مردم ارتباط خوبی با این فیلم برقرار. پس بگید فیلم هایی که با مردم باشه ارتباط خوب برقرار میکنن. بله بله. آره. بله مهم مخاطبه که فیلم بتونه جذب کنه. آره. بله بله. مدت تقریبا 25 روز بالغ بر 22 میلیارد و نیم فروش داشت. پیشبینی ما این بود که اگر این فیلم تو شرایط عادی اکران خودش رو ادامه میداد قطعا بالای 40 میلیارد فروش برخوردار بود. خب اما یه چیزی رو که آقای جیلانی که بارها حالا ما این توفیق رو داشتیم حضرت عالی در مقطعی که برنامه خوب هفت با مدیریت و مدیریگری جناب عالی بسیار موفق بود و به این مسائل میپرداخت که از زمانی هم که شما رفتی متاسفانه این برنامه روز به روز کم رنگتر شد مخاطب خودش هم رو از دست داد، اون بحث آسیب شناسی، ما باید اینو بدونیم که ظرفیت نمایشی ما حداکثر 2-3 فیلم پر مخاطب هست. وقتی اگر بیشتر از این باشه به یک دیگه ضربه میزنه که ما این رو تو عید شاهد بودیم، اما خب متاسفانه امسال فیلم های پر مخاطب تر کمتر داشتیم و تابستون امسال نسبت به سال گذشته که فیلم هزار تا بود فقط فیلم اضافه یه رکوردی رو در بله رکورد بود بله رکورد 40 میلیارد این فیلم میدونیم به حاصل شهریور ما رو سال گذشته زنده کرد. به این دلیل میگن تابستون ما امسال از لحاظ مخاطب و از لحاظ بیننده نسبت به تابستون سال گذشته کم رنگ کرد. آقای صابری منم سلام عرض میکنم خدمتتون. یه نکته توی حالا چون بحث تحلیل ما بازیگرها هست و اینکه بازیگرها چقدر تاثیر میذارن در اینکه مردم بیان به سینما، ما یه فیلمی داشتیم مثل متر 6 و نیم که خب فعلا پرفروش‌ترین فیلم 6 ماه اول سالمونه. به عنوان سینمادار و در حقیقت پخش کننده میخوام ازتون بپرسم چقدر حضور بازیگری مثل نوید محمدزاده در کشوندن مردم به سالن سینما، البته علاوه بر اینکه خب برام فیلم خوبی هست، مؤثر میدونی در این که مردم به خاطر بازیگر بیان سینما و سرخپوست هم البته بود؟ بسیار بحث خوبی رو شما داریم پیگیری میکنیم. به هر حال ما الان چند تا سوپر استار داریم که روی فروش فیلم ها واقعا تاثیر دارن. اسامیشون چیه؟ اسامی این سوپر استارا رو میتونید بگید؟ به اعتقاد من نوید محمدزاده الان یکی از اون بازیگرایی هست، شهاب عزتی هست، محمد گلزار هست، مهران مدیری هست، اینا بازیگرایی هست. رضا عطاران عزیز که واقعا به حال خیلی تاثیر دارن. اما آقای جیلانی تماشاگر دیگه گول نمیخوره. ما یه فیلمی که شما هم اشاره کردید که اکثر این سوپر استارا رو تو خودش داشت، شروع اول این فیلم دو هفتهش این فیلم تو مرز 9 میلیارد تومان رسید، اما یک ظرف چند روز به شدت افت فروش منجر شد و فروش این فیلم از 11 میلیارد تومان تجاوز نکرد. اکثر شما سوپر استارا رو در این فیلم میدید. مردم بله روزای اول شاید اسم بازیگر تاثیر داشته باشه میان، اما اگر فیلم داستان خوبی نداشته باشه و نتونه نظر مخاطب رو جذب کنه، همین فیلم که شما هم اسم بودی حالا من نمیخوام اسمی ببرم، متاسفانه شاهد این بودیم که به شدت با افت فروش روبرو شد و حتی سوپرستارا نتونستن به داده این فیلم برسن. بسیار تحلیل درستی، یعنی 3-4 روز اول هنرپیشان میتونن تماشاگرها رو به سینما بکشونن، بعد خود فیلمه که حالا باید تماشاگرها ادامه بدن. بفرمایید خانم.
سال دیگه داری؟ شما سال دیگه داری؟ نه. تحلیلتون بسیار درست بود. خیلی ممنونم آقای صابری. همیشه براتون آرزوی موفقیت دارم. و ان شاءالله که فقط من یه نکته رو بگم، چون به خاطر حضرت‌عالی تو این برنامه هستم، من چند وقت واقعا و به عنوان یک سینمادار، به هر حال من حرفه سینماداری از طرف تمام بچهای سینمادار به عنوان دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران ایران از جناب عالی ممنون و تشکر هم میکنم و هر جا شما بودید سرمنشه کارهای بزرگ و خوب برای سینما ایران. خیلی متشکرم آقای صابری، همیشه موفق باشید. قربونتون برم، خیلی ممنونم. خب بقیه تحلیل تو؟ خب من داشتم در مورد مهمان دیگه ایم داریم بله یه خط من در مورد دو رقمی ها با شما صحبت کردم که اینها تا اکرانشون تا اول تابستون هم ادامه پیدا کرده. بله کاملا درست، سه روز اول بازیگر همون فیلم که من داشتم مثال می‌زدم. نه دیگه اون مثال ندن، رفیق ماست اصلا راجع به حرف می‌زنیم، هم تایید کننده هم کاری فیلم های دو رقمی با شما صحبت کردم. حالا ما بعد در مورد اکران تابستون صحبت کنیم که ایشون هم عنوان کردن به عنوان اکران یاد میشه ازش به عنوان اکران تابستان سرد. به خاطر این بوده که اصلا فیلم ها رقم یک رقمی بالاتر نرفتن، یعنی حتی ما فروش 10 میلیاردی نداشتیم. ببینید فیلم هایی که بوده، فیلم هایی مثل مثلا همین ایکس لارج که عنوان کردیم که حالا نزدیک به 6 میلیارد 5 میلیارد و 900. تبریک به آقای فرابخش. بله. چون فیلم ارزان قیمتی هم از خوبم فروخته دیگه. بقیه فیلم ها رنجشون بیشتر از 3 میلیارد نبوده، یعنی ما فروش ها بیشتر از 3 میلیارد نبوده. خب فیلمی مثلا داریم که 3 میلیارد فروخته. بله ببینید الان معروفم توی بله ایده اصلی فیلم قصر شیرین. خب قصر شیرین هم همینطور. قصر شیرین هم میکنه بله. بله و یعنی این دیگه بعدش نمیپوشه بیشتر از این دیگه. نه چون از سرگروه برداشته شد. برداشته شد. قصر شیرین برداشته شد. برداشته شده. بله 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 بله. قصر شیرین چقدر فروخته؟ و آشغالای دوست داشتنی. قصر شیرین چقدر فروخته؟ که البته اون سال قصر شیرین هم 3 میلیارد خورده. بله 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 3 میلیارد خورده. اینها فیلمایی بوده که رقم ما در تابستونی بوده، به خاطر همینم عنوان میشه که فیلم تابستان سرد، به خاطر اینکه ما دو رقمی هم نشدیم، نزدیک دو رقم هم نشدیم، یعنی 6 میلیارد بالاترین قیمتمون بوده. که حالا من در یه بخش دیگه با آقای خانی صحبت کردم که پخش حالا هم فیلم ایده اصلی رو بر عهده داشتن، هم حالا خودشون صحبت می‌کنن. بله هنوز بر عهده دارن، فیلم قسم رو داشتن، یعنی فیلمایی رو داشتن که حالا بعد خودشون فکر می‌کنم صحبت الان کنن. آقای خانی رو خط هستن یا نه هنوز نگرفتن؟ بفرمایید. بله که به هر حال آقای خانی من با توجه به سابقه‌ای که داره بیشتر سعی می‌کنم فیلم‌های هنری تری رو اکران کنن. من بخوام یاد کنم سال گذشته مثلا فیلم درساژ رو، یعنی آقای خانی طرفدار فیلم هنری. ببینید فیلم‌هایی آره که عمدتاً بازیگرهای کمتر یا چهره ندارن هم ایران اکران کردن. مثلا فیلم درساژ رو پارسال ایشون اکران کردن که خب اصلا یه چهره نوجوان جدید داره مطرح می‌کنه. با تهیه کننده یا چون تهیه کننده هم اصلا خودشون به نسبت خودش هم فیلمش بد نفت الان هم فیلم مسخره باز رو قرار اکران کن. بله درسته به نسبت اینکه چهره نداره خودشون تهیه کننده یه فیلم چیت بودن دیگه، فیلم همون فیلم آقای برتونیک نجات بودن دیگه. بله فیلم آقای کاهانی هم بودن که توقیف شده. به هر حال اینو باید بدونیم که ایشون جزء پخش کننده هایی که به این بخش هم اهمیت میده. از این رو ما خواستیم که باهاشون حتما مصاحبه کنیم که به هر حال در مورد تأثیر چهره ها یا نبودن چهره ها در مورد صحبت کنن. اگر که روی خط هستن که مثل که هنوز روی خط نیومدن. شما من واقعیتش داشتم فکر میکردم که باید یه بحثی مطرح بشه پیرامونی که خب وقتی قرار هست یه فیلمی پیش بینی میشه که پرفروشه، چرا مثلا دو تا سه تا فیلم پرفروش رو ما همزمان اکران میکنیم؟ یه مقطعی بود یه چیدمانی تو اکران بود، مثلا میگفتن یه فیلم پرفروش رو میذاریم که به واسطه اون دو تا دیگه هم بفروشه، ولی الان مثلا چند تا فیلم پرفروش میاد عید فطر اکران میشه، همه عید نوروز و تابستونمون خالی میمونه خالی و چرا داریم. ما الان امروز الان داشتیم رده بندی سنی رو امروز نگاه میکردیم، ما الان فیلمی مناسب کودکان نداریم، یعنی با طبق رده بندی سنی هیچ کودکی الان نمیتونه برسه. البته فیلم توپولیو من هست بله ولی کمتر از تو هفته آینده ما نده. حسین قناعت ماشاءالله همش فیلم میسازه همیشه موفق باشه. آقای خانی سلام میشه حالتون چطوره؟ میگن شما متخصص پخش فیلم‌های هنری هستید و دوست دارید فیلم هنری رو پخش کنید، واقعا واقعیت داره آقای خانی؟ ما شاید تکذیب بود. شاید تکذیب بود. آقا یه تعریف بود آقای خانی ها. من داشتم ازتون تعریف میکردم. نه هنری به اون معنی نه، خب فیلمایی که در واقع تا
پخش کننده های دیگه خیلی بسیار جذاب نداشت نیست. میگی تو میگیری که میگی که من پخش میکنم فروشش میکنه. آره تو معتقدم به این که اول من سلام کنم خدمت شما ببخشید و مهمانانتون و بینندگان محترمتون. آره یه فیلم های این ریختی که واقعا خیلی پخش کننده ها براتون جذاب نیست، فیلم هایی که ملودرام اجتماعیه و یا اساسا بار هنریشون بیشه از بار فروششونه. من و شرکتمون خانه فیلم دغدغه داریم و میریم انرژی میذاریم و این فیلم ها رو الان پیلوت هم مال شماست دیگه. پیلوت هم مال نه پیلوت آقای شایسته هدایتی. آقای هدایتی من مستر باز رو دارم توی مهمان و فیلم در واقع لابیرنت که الان اسمش شده هزار آه میاد روی اکران لابیرنت. آره بله آقا بله بابا شما تبریک میگم که فیلم هنری داریم پخش میکنیم، یعنی فیلم های متفاوت پخش میکنیم. بفهمید سوال کنیم آقای خانی، ما بحثی که داشتیم امروز مطرح میکردیم در مورد تأثیر چهره ها، خصوصا نوید محمدزاده به واسطه چند تا فیلمی که از ابد و یک روز بخوایم شروع کنیم فروش داشته داشتیم صحبت میکردیم. آیا میخوام بدونم که چقدر شما با این مقوله موافقین که به هر حال شما، من میدونم فیلم هایی رو اکران کردین که حتی چهره هم نداشتن، یعنی چهره به معنی ستاره ای که بتونه مخاطب بکشونه از سردر سینما با اسمش داخل سینما. میخوام بدونم چقدر تاثیر اینو قبول دارید؟ اصلا شما معتقد هستی که ستاره میتونه بکشونه تماشاگر داخل سینما؟ شاید فعلی خیلی. اصلا؟ اصلا. یعنی اصلا معتقد به بودن همین اسمی که تگ اسمی که ایشون بردن نوید محمدزاده تو اجتماعی، رضا عطاران و جواد عزتی تو کمدی، حالا قیمتا اینو گرونتر نشه یا عوض شد. ولی ماوقی نه نظر من. فقط همین سه نفر به نظر تو فیلم‌های اجتماعی و کمدی میتونن تأثیر بزنن برای دم، یعنی اسمشون بیننده بیاره. تنها اسم بازیگر بیننده میاره؟ نه به نظر ما با هم هستیم با این میزان بازیگر نشون داد نه واقعا. ولی یه ذره تحقیق کننده و کارگردان ما تحمل کنن اون فیلم با اون میزان بازیگر مثلا بعد 50 میلیارد میفروخت دیگه. نه واقعا این قصه بعد مهم باشه، فیلم بعد فیلم مهمی بشه. فیلم وقتی فیلم مهمی ما بسازیم، من مثلا لاک قرمزم من اکران کردم هیچ بازیگری نداشت، اون سال 1.5 میلیارد فروخت و همین الان خب ما فیلمی داریم که تمام این سوپر استار توش بازی میکنن. من پخش کننده اصلا برام جذاب نیست، اسم نمیبرم، ولی بازیگری که رفتش 400 میلیون 500 میلیون گرفته، من پخش کننده چون کارم مارکته اصلا برام جذاب نیست، پخش رو قبول نمیکنم. باید حالا نکته که آقای خانی میگن قابل قبول، ولی سوال من اینه که خب اگر به نظر شما ستاره تأثیر نداره، خب چرا نوید تو این سالا فیلماش پرفروش میشه؟ و اصلاً که گفتم دیگه نه گفتن نوید تأثیر تایید کردم، گفتن نوید تو اجتماعی این دو عزیز تو کمدی این ستاره و اینکه اگر شما به عنوان پخش کننده و سینمادار تو شورای صنفی که شما تو شورا حالا تأثیر اونقدر که دوستان شما دارن شاید نداشته باشین، چرا چیدمان اکران ما این شکلیه که دو سه تا فیلم خوبو با هم اکران میکنیم؟ شاید سرخپوست به واسطه فیلم متر 6 و نیم اگر با فاصله اکران میشه سرخپوست بیشتر فروش میکرد. قطعا نکته شما درسته، ولی خب اون که بحث کلی ساختار شورای صنفیه دیگه. شورای صنفی در واقع ساختارش میشه سینمای تکثرانه داره کار میکنه و خودش از این پردیسه سینمای عقبه و این باعث شده که خب چشم‌اندازی نداشته دیگه. ما هیچ که فیلم اکران کردیم میدونستیم که اکران دو ایدست با توجه به ماه مبارک رمضان اکران خوبی نیست، ولی هیچ کس نمیاد تعامل کنه. نفهمیدم از پردیسه سینمای عقبه منظورتو نفهمیدم. یعنی اینکه میگم فلان، یعنی میگم که عقب هم مثل سینمای تک سالونه کار میکنن، یعنی تک سالونه کار میکنن، چشم اندازی ندارن برای آیندهشون. مثلا میگم مثلا اول سال بگم خب مثلا سال آینده بگیم آقا دیگه ما اکران دو عید نداریم، تو ماه رمضان میشه به عید و عید فطر داریم. آیا این اصلا از الان باید فکر کنن؟ کسی فکر میکنه؟ نه اصلا چشماندازی ندارن، خیلی لحظه‌ای. من بیا آقای فرابخش میگم آقای فرابخش فکر نمیکنی یا تو شورا نشستی فکر نمیکنی؟ آقای خانی گفت فکر نمیکنی. اگه فردا اومد دعوا کرد با تو من کار ندارم. دولت داره همشون، آره همشون پیشکسوتای من قابل فکر نمیکنن. اگه فکر میکردن خب سینمای ما مرداد و شهریور به این فاجعه ای نداشت که اینقدر سینما دچار بحران بشه یه دفعه. اگه همین نکته که در واقع گفتن، اگه واقعا من سعید خانی متقاعد شما فیلم تو عید نذار، مثلا مرداد بذار، ولی بجاش مثلا این آپشن ها رو میدیم این هفته برو اون هفته نرو. خب اگه ما واقعا هر ماه یه فیلم بالای 10 میلیارد داشته باشیم سینما به این روز نمیافتاد. من یه سوال دارم، یعنی سینما به این روز نمیافتاد یعنی فلاکت؟ ببین
دچار بحران شدیم سینما دیگه. بله. در واقع بهش فکر نکنیم، مخاطب ریخته و شهریور و مرداد ما 3-4 سال گذشته افت مخاطب داشتیم. و همین نکته که ایشون فرمودن، مثلا ما اگه ادمت 6.5 رو مثلا می‌داشتیم، بعد تو دو مثلا رحمان، تو برج 3 مثلا تکساس، تو برج 2 شبیه، هر ما یک این فیلم رو ایکام می‌کردیم مطمئنا حال خیلی بهتری داشتیم ما. بله بله. حالا اگه یه دیگه بودم میگفتن این مشکل مشکل محتواست، ولی خب دوست عزیزی توی همین قبلش آقای صابری گفت که اگر رحمان 1400 اجازه میدادن 40 میلیارد رکورد فروش رو میشکن. آره، یعنی این محض اطلاعی که دوستانی که سعی میکنن محتوا رو مطرح کنن من گفتم. آره ولی همین الان خواهد زیر نظر اکرام بشه یا دینامیت که حاضر بحران، ولی اینا مستقیم هنوز نیامده. تو داری تبلیغ میکنی برای زیر نظر؟ چقدر گرفتی از زیر نظر؟ من که زینب نیستم، فیلم دقت رقیب منه، ولی من هم سینما دارم، من هم پخش دارم و مثلا سینمایی که ما رسیم گرفتیم کلی خرجش کردیم تو شهری برای ما حساب منفی بود و ضرر کردیم، نه تنها سود نکردیم. مگه میشه سینما ضرر کنه؟ سینما که ضرر نمیکنه. سینما از سود تهیه کننده 50% اول میخوره. چجوری ضرر میکنه؟ خب نه چجوری ضرر میکنه واقعا به من بگید. شما در جریان هزینه ها نیستین آقای جرانی. خب شما در واقع مگه تابستون هزینه هاتون رو با 3 تا فیلم در نمیارین تا طول سال؟ آره خب فیلم فروخته شما شهریور رو ببینید. خب شب من شما تو فروردین فیلم پرفروش داشتین. سینما پنجاه سینماشون رو گرفتن. نه شهریور گرفت. سینما چی هستی از بچه‌ها؟ من میگم ماه شهریور مضارع کردیم. سینما چیه؟ من نه خانی سینما چیه؟ سالونتون رو میگم. سالن سینما ویلاژ توریست مشهد. چی مشهد؟ ویلاژ توریست مشهد اول تورغره. آه تورغره رفتی؟ رفتی شهر ما؟ بله بله. خیلی من تبریک بهت میگم. آخه تورغره هم جای خوبی هست. بله تورغره هم جای خوبی. آره مدرنه، 10 تا سالن داره. بله لاکچری هم هست، من شنیدم خیلی. رفتی در تورغره؟ آره خیلی خوب. مخاطب یه آقای جان، شما خودتون دیگه استاد اینو فیلمساز و دیگه اصلا ما شاگرد شماییم، ولی ما مخلص شماییم. خب بفرمایید. واقعیت اینه که سینما رو همین فیلم ها اگه یک چیدمان خوبی داشت واقعا حال بهتری داشته الان سر سینما. همین فیلم ها با همین کوالیتی اگه واقعا درست اکرام می شدن به نظرم حال روز بهتری داشتیم. بله مرسی. سال دیگه داریم؟ نه من سوال دیگه. مرسی ممنون. من یه سوال بکنم، فیلم بهاره تینا نمیدونم این چی شد اون فیلم کاهانی؟ اونم همچنان در محل توقیفه و ما دست به فهم میتونیم دعا کنیم انشالله این سوء تفاهمات برطرف بشه و بخل و حسادت. نه رفتیم جلو که اصلا اصلاح کنیم. نه ما آقای داروغ‌زاده که بودن در واقع با هم گفتن پنج تا فیلم تو مجوز دادین اکرام بشه، فیلم شما که اینا پنجمش خانه پدری بود اصلا نشد و دیگه ایشون هم رفتن و هیچ اتفاقی نیفتاد. خانه پدری که مجوز گرفت برای اکران فقط موندین شما دیگه؟ آره بله ما موندیم که ما هم همچنان به چه سوء تفاهمات شدیم، حالا امیدواریم حل بشه. ان شاءالله که سوء تفاهمات حل بشه و فیلم تو اکران بشه. متشکرم، خیلی ممنونم خانی عزیز، خیلی متشکرم. خیلی خوب دیگه چه خبری دیگه داریم؟ همین امروز تحلیل خبرمون قرار بود این باشه. بله بله. هفته شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم فجر برای اولین بار خیلی زود اعلام شدن، چون قبلا همزمان با جشنواره میفهمیدیم کیا در شورای اعلام شدن. من اتفاقا امروز پیگیری کردم. آها. شاید در راستای شفاف سازی آقای انتظامیه به نظرم. یعنی شفاف سازی یعنی ایشون همه چیزها رو در حقیقت الان اعلام میکنه. اصلا چیزی قبلا هم انتخاب میشدن. بله چون الان ما الان کاتالوگای جشنواره قبلو بدیم، شورای سیاست گذاری تو کاتالوگای جشنواره هست و کاتالوگ هم خیلی وقت دورتر میرن. آره اصلا ممکن بود، ولی من فکر میکنم در راستای شفاف سازی بوده. یعنی خب من یک سال دیگه بکنم از شما، شما خبری از رستاخیز چی دارین شما؟ ولی آخرین خبرها که هست همین بحث نسخه غیرقانونی رستاخیزه که در اومد و باعث شد که آقای درویش حالا یه واکنش و یک نامه‌ای داشته باشه و به نظر میاد داره پیگیری جدی‌تری میشه و بر من همچنان سکوت خانه سینما جای تعجب داره که هیچ واکنشی نشون نداد. البته کانون کارگردان‌ها یه بیانیه‌ای داد. دیرتر مثلا دو سه روز پیش داد. پیش بینی میشه قرار هست در شبکه نمایشخانگی به صورت چیز پخش بشه، ولی من هنوز نمیدونم این اتفاق. یعنی دقیق نیست این خبر؟ نه نه دقیق نیست، ولی وزیر ارشاد هم خب واکنش خیلی عجیب یعنی خیلی سریع نداشته، گفته در حال پیگیریم. خب تو حاشیه من معتقدم آقای درویش و آقای محمدی در برنامه هفت شرکت کردن و آقای محمدی حرفای خیلی خیلی مهمی زدن.
در برنامه هفت آقای درویش هم خیلی حرفای مهمی زدن، بحث بسیار خوبی شد، اما یک نکاتی تو اون مصاحبه گفته نشد. یک مقاله بسیار بسیار خوبی روزنامه سازندگی نوشته به نام حقایق مدفون شده، یعنی با عنوان در واقع رستاخیز در برزخ. به نظر من این مقاله نکاتی ری که در برنامه هفت گفته نشده، همه نکات با ریز و با جزئیات آقای سالار عمار سالار کیا، اسم اینه که عنوانی که بالاره مطلب نوشته شده، تو این مقاله نوشته. تیتر اول و عکس اول شماره یک شنبه در واقع روزنامه سازندگیه که به نظر من مطلب مهمیه که نکاتیه که توی برنامه هفت از جانب آقای درویش اصلا گفته نشد و ولی در این مقاله کاملا گفته شده و نکاتیه که به نظر من میتونه تکمیل کنه برنامه هفت رو. بعدم یه نکته بگم که یک نقدی آقای قوچانی بر مهدی شیشانی نوشته، نقد خیلی خوبیه، یعنی نوشته قسمت اول فیلم نگاه فیلمساز نگاه راستگرایانه است و قسمت دوم فیلم نگاه چپگرایانه است و چون نگاه چپ داشته قسمت دوم فیلم خوب نیست. خیلی نقد قابل تأملی است از این زاویه نگاه گفتمان راست و چپ در واقع به فیلم. خب نکته دیگه داریم بفرمایید. بله، می‌خواستم بحث قبلی رو تحلیل رو ببندم با اکران پاییز اگر شما بفرمایید. ببینید اکران پاییز ما با ماجرای نیمروز رد خون و زیر نظر شروع میشه، فیلم مجید صالحی که خودتون میدونید یه پروسه‌ای رو خیلی طولانی طول کشید تا تونست پهوان نمایشش رو بگیره با اسم اصلا. از جهتی زیر نظر خب یه فیلم کمدی محسوب میشه و قطعا همونطور که ثابت شده بهمون کمدی فروش میتونه داشته باشه. ماجرای نیمروز رد خونم که اگر ما بخوایم در موردش صحبت کنیم اشاره کنیم فقط به فیلم قبلی کارگردان یعنی لاتاری که حالا بالغ بر 14 میلیارد فروخت، شاید این پیشبینی درست باشه که این فیلم هم بتونه فروش کنه، حالا با اینکه ژانرش سیاسیه. پیلوت هم همینطور. حالا اگر من به صحبت‌های پیلوت هم احتمالاً به اودار ماهی ابراهیمیان فیلمش بفروش، با توجه به اینکه دوتا عزیزی که پای خط بودن به حضور جواد عزتی اشاره کردن، خب این دوتا فیلم دوتا بازیگرش رو هم پیلوت هم ماجرای نیمروز جواد عزتی داره. یکی البته کمدی یکی جدیه. بله ولی به هر حال اگر که خب تو لاتاری جدی بود که ولی بازم فروش داشت. اگه دقت کنین فکر می‌کنم آغاز پاییز یکم بتونه اکران ما جون بگیره. لاتاری نقش زیادی داشت؟ نه ولی نقش کلیدی داشت. و فکر میکنم که بتونن شاید یه جون تازه ای حالا به سینما ایران تزریق بشه دیگه. بله، پاییز خوبی داشته باشه. امیدوارم. خیلی ممنونم خانم غفاری. خیلی ممنونم. امیدوارم که از تحلیل برنامه خبری ما هم خوشتون اومده باشه و دوست داشته باشید که ما همینطوری تحلیل برنامه رو تحلیل خبر ادامه بدیم. احتمالاً هفته آینده تحلیل خبر نخواهیم داشت به دلیل مسابقه ویژه اختصاصیمون، اما بعداً باز تحلیل خبر رو ادامه خواهیم داد برای خبرهای مهم که شما رو در جریان قرار بدیم. امیدوارم از برنامه امشب ما، برنامه ویژه امشب ما خوشتون اومده باشه. شب بخیر.